سلام 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 به روی ما. سلام 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 شاهین جان، خوب هستید؟ خوش آمدید. سلام جناب دکتر، امیدوارم که خوب باشید. شما بهتی جان و امیر عزیز، امیدوارم که لایو خوبی هم بشه. با اینکه ان شاء الله شلوغیا بود که تو شلوغیا بود و امیدوارم که به نفع همه تمام شه، تا که به کارشون برسید. ان شاء الله. امیر جان شما به دست بگیرید. میشه؟ بله بله، من اگه اجازه بدین یه سوالی که برای خودم هم هستش. نفت چون تاثیرگذارم هست روی تمامی مارکت ها و رابطه شو با مارکت ها میدونن، خواستم از دکتر بپرسم نفت رو چه میشود دکتر جان، نفت رو چی کار کنیم؟ بله خواهش میکنم، اگر دوستان اجازه میفرمایین. چشم، من در خدمتتون هستم. آقا مهدی، آقا شاهین اجازه میفرمایید؟ من بحث رو آغاز میکنم، بعد انشاءالله دوستان عزیز می آموزیم. لطفا اگر نظرات متفاوتی هم هست لطفا ابراز بفرمایید، که این لایف هایی که ما برگزار میکنیم در واقع پوشش خوبی از وضعیت بازار بشه، از نظرات متناقضی که در بازار هست. من قبل از این مسئله خدمت رو عرض کنم، یک استادی داشتیم در دانشگاه ویرجینیا تک، ایشون میگفتن که بازار همیشه نظرات رو نصف میکنه، یعنی وقتی که به قیمتی در یک قیمتی به توافق میرسیم در هر لحظه در بازار، در واقع 50% قدرت خرید در واقع نظر، یعنی دارن میفروشن، 50% دارن میخرن. حالا یک آقای هم هستن در فضای ایرانی در خارج از کشور هستن، ایشون هر چی ما مثلا صحبتی میشه بازار سهام و اینها میگن که زیرو سام گیم یا بازی جمع صفر. حالا بازی جمع صفر باشه یا نباشه، بالاخره این بازارها خیلی نقش عمده‌ای در توسعه بشری ایفا کردند و نتیجه این بازارها مطلقاً جمع صفر نبوده. اما این که در لحظه 50% اعتقاد دارن که این سهام گران هست و 50% اعتقاد دارن ارزان هست، این حقیقتی است. بنابراین نظرات میتونه خیلی با هم متفاوت و متنافر باشه و همین تفاوت نظرات هست که باعث غنای تحلیل میشه و باعث میشه که افرادی که در بحث سرمایه گذاری هستن بتونن در نهایت موفق بشن. خود من که شاید حدود 20 ساله در این وادی کار میکنم، باور کنید من خودم بدون چیز دارم، بدون اقرار دارم خدمت شما عرض میکنم، بنده هنوز دانشجو هستم در این وادی. و من برداشتم اینست که خود آقای وارن بافت که شاید طولانی ترین دوره سرمایه گذاری رو شاید در تاریخ بشر داره، یعنی ایشون موفق ترین سرمایه گذار هست از یک جهاتی، ولی یکی از دلایل موفقیتش این است که طولانی ترین، ایشون از 11 سالگی فکر میکنم یه زمانی زندگی نامشون رو میخوندم در حال سرمایه گذاری بودن و الان بالای 90 سال سن دارند، دقت میکنن، و هنوز ایشون سعی میکنن که بیاموزند و سعی میکنن که شرایط جدید رو تحلیل کنند. این یک مقدمه بود که میخواستم خدمتتون عرض کنم. اما در مورد بازار نفت امیر جان، یه چیزی، من یک نکته رو امروز دیدم خیلی برام عجیب بود. سطح اینونتوری ذخایر استراتژیک امریکا، میدونید که بعد از اینکه در دهه 1970، در ابتدای دهه 1970 که اوپک تشکیل شد، یک امبارگو روی امریکا و روی غرب انجام شد از طرف اعراب به خاطر جنگی که اسرائیل بر علیه اعراب داشت در اون زمان، و از اون زمان امریکا تصمیم گرفت که ذخایر استراتژیک خودش رو بنا کند و تا امروز هم ذخایر استراتژیک امریکا واقعا نقش زیادی داره. وقتی که سطح ذخایر افزایش پیدا میکنه، خب یک مقدار بازارها افت میکنه، برعکس وقتی سطح ذخایر کاهش پیدا میکنه، یعنی بازار نفت خصوص منظورم هست، قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، چون میگن که حالایی که اتفاقی افتاده که از ذخایر داره استفاده میشه. دقت فرمودید؟ پس یک نقش تثبیت دهنده به بازار نفت رو این ذخایر استراتژیک امریکا ایفا میکنه. رقم دقیق الان خاطرم نیست، ببخشید فراموش کردم، ولی فکر میکنم همینجوری که در ذهنم هست بالای 400 میلیون بشکه، شاید در حدود 450 میلیون بشکه باشه. سطح ذخایر استراتژیک الان به پایین ترین سطح از 1900 و از دهه 1980 تا 1983 مثلا تا الان، یعنی دقت فرمایید، پایین ترین مقدار در 40 سال گذشته. این اتفاق نمیفته مگر اینکه یک واقعه خیلی عجیبی در بازار شکل گرفته باشه، یعنی یک انگیزه بسیار قوی در کشورهای غربی به خصوص در امریکا شکل گرفته که با افزایش قیمت انرژی و قیمت نفت مبارزه بشه.
و این مبارزه تا حالا فقط تونسته بازار رو تثبیت کنه، البته موفقیت آمیز بوده چون هدفشون تثبیت بازار بوده. اما اتفاقی که الان داره در بازارها میفته، به خصوص خبری که من همین امروز دریافت کردم که فکر می‌کنم نشریه فوربس بود در مورد حتی یو ای ای، که واقعا یو ای ای یا امارات رو میشه جزء اقمار غرب به حساب آورد. دقیقا بفرمایید، یعنی غرب اون چیزی که شما شاید بر خیلی از دوستان مد نظرشون باشه که یک غرب جغرافیایی داریم، یعنی غرب اروپا یا مثلا امریکای شمالی یا برخی دیگه اقیانوسیه به طور مشخص استرالیا و نیوزیلند رو داخل غرب در نظر میگیرن، نه بقیه افراد واقعا مثلا کشور ژاپن رو جزو غرب، حتی اقمار غرب هم در نظر نمیگیرن، جزء غرب میدانن. و به همین صورت شاید سنگاپور و در گذشته هنگ کنگ و امروز یو ای ای و به طور مشخص دبی رو شاید بتوانیم جزو اقمار غرب بدانیم. ولی به نظر میرسه که مثلا کشور یو ای ای یا امارات متحده عربی به این نتیجه رسیده که ارتباط خودشو با روسیه خیلی تقویت کنه، ارتباط خودشو با چین خیلی تقویت کنه. همین مسئله رو در خاورمیانه در عربستان میبینیم که رابطه خودشو داره با آمریکا کاهش میده، اتحادی که با چین تشکیل داده به سرعت رو به گسترش هست و همینطور هماهنگی که با روسیه میکند. خب همه اینها رو بذاریم کنار هم دیگه، یک شرایط ویژه‌ای در بازار نفت حادث شده، یعنی اینکه وضعیت پولی در جهان هم هنوز انقباضی هست و به شدت هم انقباضی هست، اما شما ملاحظه میکنید که قیمت نفت اصلا کاهش شدیدی پیدا نکرده و حتی پیش بینی میشه که قیمت نفت در همین حدود تثبیت بشه و حتی شاید افزایش پیدا کنه. بستگی به این داره که کدام یک از این دو نیرو بتونن غلبه کنن، ذخایر در واقع آزادسازی ذخایر استراتژیک امریکا بتونه غلبه کنه یا اوپک پلاسی که ترکیب عربستان و روسیه هست به طور مشخص، کدوم یک از این دوتا بتونن در بازار نفت دست بالا رو داشته باشن. من از فرمایشات عزیزان استفاده میکنم. آقا مهدی، آقا شاهین بفرمایید. من در خصوص نفت صحبتی ندارم چون فرمایشات دکتر به اندازه کافی کامل بود. یه سوال کوچیکی دیگه هم بپرسم، اینه که اگر قیمت نفت افزایش داشته باشه یا طبق فرمایشات شما اوپک پلاس اگه غلبه کنه، تأثیرش روی بازارها چطور میتونه باشه؟ ببینید، این حالا این خیلی بحث گسترده ایه. اولا ما در کلاسمون فکر کنم در جلسه پیش همین لایو من خدمت این مسئله عرض کردم که در سیاست گذاری پولی به طور مشخص، حالا من بنا دارم در مورد کشورمون صحبت نکنم، ولی خیلی خیلی تأسف میخوام وقتی مسائل یادم میاد که مثلا در دنیا چقدر پیشرفت کردن، چقدر دقیق دارن تعیین میکنن، بعد کشور ما به این وضعیت افتاده، خیلی دردناکه. ولی بگذاریم. ببینید، مسئله اینفلیشن ابتدای کار به این صورت بوده که یک سری آماره میومدن در نظر میگرفتن، به طور مشخص نرخ تورم، اونم تورم مصرف کننده سی پی آی رو میومدن در نظر میگرفتن، بر اساس این تورم سی پی آی سیاستگزار پولی میومد واکنش نشون میداد. دقیق میفرمایید. خب بعد ها دیدن که این واکنش ها خیلی وقتا اوور ریاکشن هست، یعنی بیش واکنش هست. این بیش واکنش خیلی خطرناک بود برای بازارها. به این نتیجه رسیدن که این بیش واکنش رو از بازار، یعنی از کل بازارها این بیش واکنش رو خارج کنن، یعنی سعی کردن یک جوری یک آمار، یک معیار بهتری داشته باشن. تلاش برای این معیار بهتر سالهاست که ادامه داره و به نتایج بسیار جالب و خوبی رسیده. اولین تلاشی که صورت گرفت روی کور بود. کور یعنی چی؟ یعنی شما اگر خواستی تصمیم بگیری روی سیاست‌گذاری پولی، قیمت غذا، مواد خوراکی و انرژی به طور مشخص نفت رو از محاسبات خودت خارج کن، یعنی به جای سی پی آی بیا روی کور سی پی آی تصمیم بگیر. دقیق میفرمایید، نه اینکه سیاست گذار وقتی که قیمت نفت خیلی پیش بینی افزایش شدید قیمت نفت داره واکنش ندهد، واکنش میدهد، ولی بیشتر روی متغیرهای کور رو داره تاکید میکنه. این کور از کور سی پی آی شروع شد، محاسبات به کور پی پی آی رسید، یعنی هم شاخص مصرف کننده رو اومدن کورش رو حساب کردن، هستش رو حساب کردن، یعنی نفت رو خارج کردن، انرژی رو خارج کردن، مواد خوراکی رو خارج کردن، هم شاخص تولید کننده رو، و در حال حاضر پی سی ای که نهاد دیگری بجز لیبر دیپارتمنت بی ال اس
به جز بی ال اس مثلا در امریکا داره محاسبه میکنه، پی سی ای رو مبنای در واقع اولین شاخص برای تاثیرگذاری پولی در نظر گرفتن، همون پی سی هم بعد اومدن کور پی سی رو در نظر گرفتن. یعنی باز هم پس افزایش قیمت نفت قطعا باعث خواهد شد که سیاست انقباضی فدرال رزرو تشدید بشود، ولی بیشتر از این که به قیمت نفت و خوراکی ها نگاه بشود به سایر اقلام نگاه میشود. دقت میفرمایید؟ و در شرایط فعلی احتمالا خدمات بسیار بسیار مورد علاقه سیاستگزاران پولی در دنیا باشه. یعنی هم رشد خدمات، هم اشتغال خدمات، هم از اون طرف قیمت خدمات. دقت می‌فرمایید؟ اینها الان مورد تمرکز سیاستگزار پولی در سطح جهانی است. حالا امیدوارم شاهین جان اضافه کنند و استفاده کنیم. همیشه ما صحبت میکردیم دو سه تا لایو اخیر وقتی صحبت میکردیم میگفتیم اینها در شرایطی است که ریسک چین رو در نظر نگیریم، یعنی همیشه گفتیم مشغولات دیگری وارد معامله مادی ما نشوند و از قضا شدند و اتفاقا هم تعدادشون داره زیاد میشه، یعنی در بخش فاینانشال استیشن، در بخش نهادهای مالی حالا این مؤسسات اعتباری کلا همه رو دارن ببندیم و ریسک چین و روسیه و عربستان و حالا هم ایران حتی سوریه میپیوندونن برای این که یک پالیسی داشته باشن برای نفت. توی شرایط عادی وقتی که ما میخواییم نفت رو ترید کنیم، توی شرایطی که از تقاضا رو فیکس در نظر میگیریم، ما عموما بر اساس دو تا درایور تورمی و درایوری روی دلار هست تریدش میکنیم. چه شرط خیلی که اون عرض تقاضا برابر نرفته، وقتی عرض تقاضا قبلش منحنی های و عرض جا به جا شدن دیگه هیچ کدوم از این معنی پیدا نخواهد و اون ذخایر اسپیوتی فرمودن دقیق در زمانی که عرض و تقاضای نفت و فیکس در نظر میگرفتیم برای تریدش، آره این دو تا درایور از درایورهای مشهور برای ترید کردن بعد از اتفاقاتی که توی اوپک میفتاد و پای بالا پایینش میکردن، ولی این موضوعی که الان رخ داده تمام معادلات برای اینکه در جا خواهد رفت برای مبارزه و در واقع اجرسی در نظر گرفته بودیم اون رو تحت تاثیر باید ببینیم که دو تا مصرف کنندگان نفت انرژی خلاصه بخوایم بگیم در جهان، یعنی و کل اروپا مطالبی که شاهی میگه بسیار من خودم به شخص دوست دارم بشنوم، چون دکتر جواب رجبی همه عزیزان واقعا من خودم که می نویسم استفاده میکنم و نوت برداری میکنم، حیفه که اینترنت اینطوری اذیت میکنه، واقعا واقعا حیفه. من یه سوال فکر کنم رو بیت کوین شما یه مقدار سنس خوب دارین، یه مقدار صحبت میکنید برای اون تا شاین بیاد. بله صحبت میکنم، فقط میخواستم قبلش من آخه دارم صحبت میکنم راجعش. گفتم تا زمانی شاین بیاد چون از ریل اون محتوای خوبی که دکتر شروع کردن خارج نشیم، اگر ایرادی نداره از دید شما من یک سوال میپرسم در رابطه با وضعیت بانکی دنیا دکتر، بعد از سیلیکون ولی وضعیت به چه حالتیه الان؟ اون نگاه های بسیار بدبینانه ای که کامیونیتی داشته که مثلا شرایط مشابه 2008 تکرار میشه، که خب لحاظ فنی و تکنیکال اینا شبیه به هم نیستن، میخواستم این مقدار میشه راجع به شرایط بانکی هم توضیح بدید. من انجام وظیفه است، اما دوست دارم که نظرات دوستان رو هم بشنوم و متکلم بحثه نباشم، به خصوص که واقعا امروز من خودم آماده کردم که صحبت‌های همه شما عزیزان رو بشنوم و خیلی متفاوت بودم. حالا البته شاهین اومدن، شاهین ادامه بدن. من شاهین جان تکیه بهتر شد، الان بهتر شده. آها الان خدا بفهم با سبانی شد، خدا با سبانی تو لعنت بیش با
حضورتون عرض شود که آره داشتم این موضوع رو برای سومین بار تکرار میکنم که حالا توی اون نمودار یا توی اون عرض تقاضایی که همیشه تعریف میکردیم و فیکس در نظر میگرفتیم، اتفاقاتی داره میفته که مجهول هست الان و ما منتظر این هستیم که اروپایی ها در مجبور به امریکایی ها یک واکنشی رو در قبال این نوع رفتارها انجام بدن و من احساس میکنم که امریکایی ها همون مسیر قبل رو میرن، یعنی اسپیا رو همچنان تخلیه میرن، اجازه نخواهند داد که این ریسک دوباره برگرده به اقتصادشون تا از این تخلیه اسپیارشون در مارکت بتوانند یک زمانی رو بخرن که بهترین تصمیم گیری یا پالیسی، حالا شاید اصلا تصمیم گیری سیاسی در رفتارشون در دنیا بیان. اینو دیگه واقعا کسی نمیدونه و منم اصلا سیاست رو فالو نمیکنم که اصلا همیشه مجهول هست. این راجع به نفت و تاثیرش که همون جای دکتر گفت، حالا فارغ از این که کور میاد سکتور انرژی رو کم میکنه، ولی خب خود نفت وقتی که در تمام اقتصاد جریان داره روی همه چیز، روی تمام پرودکت ها اثر میذاره و انتظارات تورمی رو هم از این سمت دونه خودش باعث این بشه که انتظارات تورمی دوباره شکل بگیره. حالا این انتظارات تورمی بازارها ازش منتفع میشن یا نمیشوند و اقتصاد ازش منتفع میشود یا نمیشود رو میشه بحث کرد. یعنی آقا صد رشد نفت باعث این بشه که یه اتفاقاتی بیفته که یک دارایی ریسکی مثل کریپتو هم شاید منتفع بشه، یعنی از این رشد ها منتفع بشه به دلیل نوع نگاهی که انتظارات تورمی به وجود. اوکی بود. درود بر تو. آقا بسیار عالی استفاده کردی. خب دوستان دیگر بفرمایید. خواهش میکنم. امیر صدات نیست. دکتر جان، مهدی جان از شما یه سوالی پرسیدم از روی بانک ها. آقای دکتر صدات نیست. آره دکتر، من صدات شما. من جانی باید یه سوال بفرمایید. من در مورد مسائلی میگم که اول که از سیلورگیت شروع شد و بعد به سیلیکون ولی بانک رسید و یک گمان زنی هایی در کامیونیتی به وجود اومد که شرایطی مشابه سال 2008 در حال تکراره، که یه سری فکت هم بابتش ارائه میدادم. من حالا یه مقدار این بخش رو خودم ارتباطش میدم با کریپتو اونجایی که قرار شد صحبت بکنم. من میخواستم درخواست بکنم از شما یک قیاس فنی بین شرایط موجود و وضعیت بانکی موجود داشته باشید و حالا اگر فرصتش رو تفاوتایی که با گذشته باشه و اینکه شرایط بانکی الان تو دنیا تو آمریکا به چه حالتی هستش. احسنت باشم. چشم، من اینو خدمتتون عرض میکنم تا قبل از اینکه ادامه بدم، چون شاهین جان یک نکته خیلی مهمی رو فرمودن که من اشاره نکرده بودم، روی مثلا تاکید میکنم که در کشورهای مختلف لنگر تورمی میتونه قیمتهای متفاوت باشه. در کشور ما به درستی مردم دریافتند که قیمت ارز لنگر تورمی است، یعنی نرخ ارز لنگر تورمی است، یعنی میدونن که دولت ارز رو کنترل میکنه. اگر قیمت ارز بالا رفت یعنی دولت آچمز شده. این رو خود دولت اعلام کرده که خیلی اشتباه بزرگیه. یعنی دولت اون جایی که مطلقاً کنترل نداره اومده اعلام کرده که این مردم من اینو کنترل میکنم، هر وقتم نتونستم کنترل بکنم خب دیگه، یعنی بدبخت شدیم. دقیقاً میفرمایید این تایتانیک اون داره میره زیر آب. خود دولت، سیاست‌گذاری دولت بوده. حالا وقتی که ما اومدیم اینو انتقاد کردیم و گفتیم که این باید این دلار رو شما بردارید، حالا اومدن صحبت دلار زدایی میکنن که خیلی حرف درستیه، ولی چیز دیگه دارن میگن. یعنی این اتفاق چند بار در کشورمون افتاده. من حالا همیشه ربط میدم به کشور خودمون که حتی درشون جا بیفته. در اقتصاد جهانی قیمت نفت، بله شاهین جان کاملا درست اشاره فرمودن، در بازار جهانی قیمت نفت چون که روی قیمت بنزین تأثیر میگذارد، در گذشته که خیلی بیشتر، ولی همچنان قیمت نفت رو میتونیم یکی از عوامل تشکیل دهنده انتظارات تورمی بدانیم. یک کتاب اقتصاد کلان بود که چند سال پیش من برخی از بخشات رو تدریس میکردم، اصلا به طور مشخص وقتی میخواست کیس استادی انجام بده میگفت مثلا فلان زمان قیمت نفت داشته بالا میرفته، از 9 ماه قبل بانک مرکزی کانادا واکنش نشون داده. یعنی به طور مشخص قیمت نفت رو اونجا عنوان میکردند. و این که من عرض کردم که شاخص PCE رو الان استفاده میکنم، اون تا کور PCE
در واقع این در تناقض قرار نمیگیره با اینکه قیمت نفت تاثیر خیلی جدی روی انتظارات تورمی خواهد داشت. این یک نکته. و اما پاسخ سوالی که مهدی جان فرمودند کاملا سوال شما سوال به جایی بود. اتفاقی که افتاد رو هیچ کس پیش بینی نمی کرد. از این جهت بسیار بسیار شبیه حالتی بود که در سال 2008 اتفاق افتاده بود. خود من در سال 2008 پیش بینی رکود می کردم. اون زمان در بانک بودم، حتی اینو به نوشتم، دقت می فرمایید، یعنی یه تحلیلی داشتم، اونم برای اساس بود که می دیدم داده های بازار ریال استیت در امریکا و در سراسر دنیا یک مقداری داره سافت میشه، داره نرم میشه و پیش بینی رکود رو میکردم. ولی اینکه به صورت زنجیره‌ای کل نظام بانکی دنیا دچار مشکل بشه، نه، بنده به این صورت من پیش بینی نکرده بودم. الانم دقیقاً پیش بینی میشد که وقتی که نرخ بهره کوتاه مدت افزایش پیدا میکند، شرایط شبیه سال 1980 به بعد، یعنی 1980 تا 1988-89، یک صنعتی در امریکا وجود داشت تحت عنوان S&Ls یا Saving and Loans Associations. این Saving and Loans Associations به طور کامل از بین رفت. حالا این چی بود؟ اینها یک سری شاپ‌های خیلی کوچیک بودن، یک سری بانک‌های خیلی کوچیک بودن. اینا سپرده دریافت می‌کردند، فقط هم وام رهنی می‌دادند. یعنی اصلا نظام بانکی در امریکا کارش اینه که وام رهنی بده، یعنی در خدمت مردمه. کشور ما کاملا متفاوته. میگه با افتخار تمام این رؤسا، یعنی شاید 5 رئیس بانک، رئیس سابق بانک مرکزی در ایران، تمام افتخارشون اینه که ما وام سرمایه در گردش میدیم، یعنی وام برای افتخار ما میدیم. دقت کنید، این افتخار میکنن. من نمیفهمم اصلا چه خبره در این کشور. در کشور امریکا نظام بانکی متعارفی که در دنیا هست، که اینجا مثلا میخوان تحت عنوان نظام ربوی میشناسن، در خدمت مردم هست، در خدمت مصرف کننده است. بخش عمده وام های رهنی، وام ها برای خرید مسکن و ملک رو در اختیار افراد قرار میده. در 1980 این شاپ های خیلی کوچیکی که وجود داشتن، اینا سالیان سال به کار خودشون ادامه داده بودن. حالا چرا؟ برای اینکه ییلد کرو برای سالیان سال سعودی بود. حالا ییلد کرو چیه؟ من این رو در همون دوره شاخص هم عرض میکنم، حالا جلسات آینده و در دوره سیاست‌گذاری مدرن پولی هم باز مجدداً اشاره خواهم کرد. ببینید، ییلد کرو خیلی تعریف ساده‌ای داره. نشون میده نرخ‌های بهره متفاوت با سررسیدهای متفاوت نسبت به همدیگه چه وضعیتی دارن. معمولاً اینطور است که اگر شما یک وام یک روزه بخواید بگیرید، خب نرخش کمتره. اگه بخواید یه وام 30 ساله بگیرید، خب نرخش بیشتره. این حالت طبیعیه. یعنی در حالت طبیعی ییلد کرو حالت صعودی داره. حالا اگر شرایط اقتصاد به حالتی در اومد که غیر طبیعی شد، یعنی ییلد کرو فلت شد، صاف شد، یا ییلد کرو اینورتد شد، یعنی معکوس شد، یعنی نرخ کوتاه مدت بیشتر از نرخ بلند مدت شد، اون شرکت ها به طور مشخص، بانک هایی که بر این اساس اومدن قمار کردن، اومدن ریسک پذیرفتن، این بانک ها دچار مشکل میشن. خب این نوع بانک ها در 1980 در دنیا خیلی زیاد بودن، در امریکا هم همینطور. الان کسی فکرشو نمی کرد که هنوز که هنوزه بانک های بزرگی در ایالات متحده باشن که اینها نسبت به اینترست ریت ریسک یا ریسک نرخ بهره خودشون رو هج نکرده باشن. دقت می فرمایید. حالا یک مسئله دیگه هم که وجود داشت، که مثلا برای این دو سه تا بانکی که برشون مشکل به وجود اومد خیلی عجیب بود این قضیه، این است که در همه دنیا به خصوص در امریکا، سپرده های کوچک و حتی میتونیم بگیم متوسط رو میان چیکار میکنن؟ میان تضمین میکنن. یعنی امکان بانکران یا هجوم بانکی که مردم هجوم ببرن پولاشون از بانک ها بگیرن در امریکا در اون حد نیست. چرا؟ مردم عادی میدونن تا 250 هزار دلار سپرده که در بانک دارن چی میشه؟ کاملا تضمین شده، بیمه شده، هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد. حتی اگر بانک برشکست بشه، FDIC این پول رو پرداخت میکنه. یعنی ناظر بانکی در امریکا همین مؤسسه بیمه هست. دقت میفرمایید. خب این نکته رو داشته باشید. حالا بانک هایی بود به وجود اومده بودند مثل همین سیلیکون ولی بانک که سقوط کرد، که این بانک ها نسبت سپرده های کلانشون بسیار بالا بوده و کسی به این مسئله توجه نداشت. یعنی چی؟ یعنی این بانک نمی اومده از همه مردم پول بگیره. این بانک می اومده از خواص پول می گرفته. این پول چیکار می‌کرده؟ اتفاقا یه کار خیلی ارزشمندی از نظر رشد اقتصادی انجام داده.
پول از همه مردم میگرفته، این پول در اختیاری که قرار میداده در اختیار سیلیکون ولی. سیلیکون ولی محل چیه؟ محل استارتاپ هاست، یعنی در جهت رشد و توسعه تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی این پولا رو مصرف میکرده. خیالش هم راحت بوده که اگر یه وقتی هم مشکلی پیش بیاد، من از مردم عادی نگرفتم، من از اون پولدارا گرفتم. منتها اشکالش چیه؟ شما وقتی رفتی از پولدارا پول گرفتی، حالا اگر بانک دوچار مشکل بشه، پول اونام چی شده؟ سوخت شده. چون دولت امریکا که مثل دولت ایران نیست بگه ما همه پولا رو تضمین میکنیم. الان اگر برای هر بانکی، الان پیش‌فرض ذهنی همه ایرانیان این هست که برای هر بانکی که مشکل پیش بیاد، بانک مرکزی و سیستم در واقع دولت اون بانک رو تامین میکنه. از کجا؟ از جیب همه. یعنی شما مثلا 50 میلیارد تومان یا 5000 میلیارد تومان شما سپرده در بانک داشته باشی، خیالت راحته که بالاخره یه جوری پولت بس میگیری. در امریکا از خبرها نیست که اصلا پولدارها you are on your own bootstrap. میدونید میگن شما اصلا شما پولداری، خودت مسئول زندگی خودتی. در امریکا که این آقایون میگن کپیتالیست و نیولیبرال و اینها، در امریکا اصلا افراد ثروتمند جامعه از حمایت دولتی برخوردار نیستن، مثل ایران نیست که فقط پولدارا از حمایت دولتی برخوردارن. حالا بگذاریم، در ظاهر که شعار رو اینا نمیدیم که، ولی سیستم جامعه ما اینطور است. پس چه اتفاقی افتاده؟ دقت بفرمایید که بانک هایی که تعدادشون هم کم نبوده، تعداد زیادی بانک در ایالات متحده بوده که اینها منابع سپرده خودشون رو از سپرده های کلان تامین کرده بودند. دقیق فرمودید. خب حالا بانک داره سقوط میکنه، سیلیکون ولی بانک سقوط کرد، دو سه تا بانک دیگه هم سقوط کردن، احتمال اینکه بانک های دیگه هم سقوط کنن هست. حالا چرا احتمالش هست؟ برای اینکه inverted yield curve، برای اینکه ترم استراکچر نرخ بهره یا ساختار زمانی نرخ بهره معکوس شده. خب حالا این آیا میتونه مشکل به وجود بیاره یا نه؟ به نظر من در بلند مدت، یعنی در بلند، در میان مدت، یعنی در 2-3 ماه 4-5 ماه، به نظر من خدشه‌ای در سیاست‌گذاری پولی آمریکا وارد نمی‌کنه. اما در کوتاه مدت اصلاً سیاست‌گذار دستش بسته است. دقیق می‌فرمایید، این به دلیل این بود که بیت کوین بالا رفت. هیچ کس فکرشو نمی‌کرد. چرا؟ بانک مرکزی در کشورهای مختلف دو تا نقش داره. یکی سیاست گذاری پولی، البته میتونه 5 تا نقش داشته باشه، میتونه 4 تا نقش داشته باشه، حداقل 2 تا نقش داره. یعنی بانک مرکزی امریکا، فدرال رزرو امریکا که ناظر بانکی نیست، دقیق میکنه 2 تا نقش حداقل داره. یکی مجری سیاست گذاری پولیه، دیگری چیه دوستان؟ دیگری لندر آف لاست ریزورت. یعنی اگر که بانک ها به هم دیگه وام ندادن، همیشه فدرال رزروی هست که وام میدهد. خب آیا بانک ها اصلا نیاز دارن از فدرال رزرو وام بگیرن؟ نه، نیاز ندارن، چون بازار بین بانکی آمریکا اشباع از پول. دقیق میفهم، انقدر که پای پولی بالا رفته، خود نقدینگی انقدر بالا، انقدر رشد ام 2 انقدر رشد نکرده، یا برادمانی انقدر رشد نکرده. دقیق میفرمایید. اما شرایطی که به وجود آمد با سقوط سیلیکون ولی بانک این بود که برخی از بانک ها با کمبود منابع مواجه شدند. سیاست بانک مرکزی چه بود؟ سیاست انقباضی، سیاستی که اصلا پول از بازار جمع کنه، مرتب نرخ بهره رو افزایش بده. حالتی پیش اومد که اصلا علارغم این سیاست، بانک ها میرفتن اوراق تقدیم میکردن، به عنوان وثیقه پول دریافت میکردن. این بود که یک حالت بسیار عجیبی اتفاق افتاده بود که من فکر نمی‌کنم شاهین جان حالا یا مهدی جان اگر شما سراغ دارید بگید، ولی من تا حالا ندیده بودم که در عرض چند روز بخش عمده سیاست انقباضی فدرالیسم به آمریکا خونسا بشه. من ندیده بودم تا حالا. دقیق می‌فرمایید، من این بحران رو بحران بزرگی نمی‌دونم، اما کیس استادی که الان داریم، مثالی که الان داریم، یک مثال بسیار عجیبیه که اتفاق افتاده. یعنی من عرض کردم، من ندیده بودم تا الان که کاملا اون سیاست انقباضی به دلیل وام گیری یا وام دهی کوتاه مدت بین فدرال رزرو و نظام بانک‌های تجاری دچار خدشه بشه. آیا در بلند مدت این ادامه پیدا میکنه؟ یعنی لندر آف لاست ریزورت در تقابل با سیاست گذاری پولی قرار میگیره یا نه؟ باید بمونیم و ببینیم. قضاوت بنده این است که خیر، مشکلی پیش نخواهد آمد، ولی خب من آمار دقیق بانک ها رو الان ندارم. عرض کردم آماری که امروز دیدم خیلی تعجب کردم، یک تعداد زیادی از بانک ها یه چیزی حدود 70-80% منابعشون از سپرده گذاران کلانه، نه سپرده گذاران خرد. خب این خیلی خطرناکه. دقیق می فرمایید، این یک حالت جدیدی به وجود میاد که اصلا تو تاریخ بانکداری نبوده.
این که بعد اینا رو بهش میگیم ریسک ریسک، یعنی یک ریسکی هست که اصلا شما نمیدونی اون ریسک چه هست، دقت میفرما، یا unknowable unknown، دقت میفرما، مثلا unknown unknown، مثلا چنین چیزایی مثلا اصطلاحاتی رو به کار میبرند. من دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، اجازه بدین دوستان عزیزم صحبت بفرمایند، نتایجشون یعنی در واقع تحلیل رو بفرمایند، و در این موردم شاهین جان، مهدی جان، امیر جان، هر نکته هست شما بفرمایید که من استفاده کنم. ارادتمند. دکتر سیگنال هم میده صحبتش، سیگنال هم میشه از صحبتش سیگنال خودم نگرفتم. نشه امیر جان، نشه مثل ما یه دوره ببخشید وسط صحبت، حالا یه مقدار ما جدی صحبت کردیم، شوخی هم چی باشه. من اون زمانی که سال 99 شد، سال 98 ما رفتیم وزارت اقتصاد، اون عزیزی که اون بالا نشسته بود، هم من همه آقایی که بالاخره گفتن این دو نفر تخصص پولی دارن در ایران، هم یکی از اساتید دانشگاه تهران، ما هر دو هینت دادیم، هر دو هشدار دادیم خیلی، که آقای وزیر این پول مردم رو به این صورت نکش داخل بورس. ایشون هم آخرش حالا به تمسخر گرفت، و چون بنا داشتن که این کار رو بکنن دیگه، دقیقا میفهمم، میخواستن چند برابر اون سهامی که دارن پول دریافت کنند از جامعه، دقیقا میفرمایید. من دیدم اینجوری نمیشه، اومدم اولین بار دوره سیاست‌گذاری مدرن پولی رو در، یعنی تمام اون دوره، اصلا کلینیک اقتصاد از اینجا به وجود آمد، که من خیلی ناراحت شدم، دیدم که زندگی بسیاری از معلمان، از کارگران، از کارمندان از بین خواهد رفت. هیچ جورم نمیتونم بیام بگم، چون اگر بگم خب اونایی که منافعی دارن سعی میکنن برای من پرونده بسازن، دقیق میفرمایید. خب من اومدم چیکار کردم؟ دوره سیاست‌گذاری مدرن پولی رو به وجود آوردم، بعد دوره تحلیل فاندامنتال. در این دوره تحلیل فاندامنتال مرتب گفتیم آقا سهام گران است، سهام گران است، سهام گران است. اولین سهامی که ما اومدیم بررسی کردیم، به طور اتفاقی خودم این سهامو نداشتم، ملی مس بود. از اون روز تا امروز ملی مس داره میره بالا، دقیق فرمودید. من واقعا سیگنال ندادم، حالا دوستان دیدی برداشت کردن، این اتفاق قبلا هم افتاده. ارادت من درود خواهی میکنم. مرسی همین جان. من برم صحبت کنم سلامت باشید دکتر، خیلی ممنونم، متشکرم استاد بزرگوار. استاد ادبی میکنم در تکمیل فرمایش شما، یه تکمیل کنم در ادامه فرمایش شما، یه مقدار آماری صحبت بکنم و یک سری اطلاعاتی به دوستان بگم که خودشون بتونن بررسی بفرمایم. از 10 مارس که جریان SVB به وجود اومد، سیلیکون ولی بانک به وجود اومد، دقیقا همون شب به بعد بچه های کامیونیتی کریپتو خیلی آتیش تندی دارن دیگه، علاوه خصوص بیت ماکسیمالیستا شروع کردن که آقا این 2008 تکرار شد و قص علاوه حاضر که قیاسایی که انجام میدن، و واقعا فکتای مناسبی هم داشتن، شواهدی داشتن که من چند تا درشتش رو جدا کردم که خدمتتون عرض بکنم. اولین چیزی که روش مانوفی دادن رو مارکت کپ بود، میگفتن مارکت کپ 209 بیلیون دلاری سیلیکون ولی نشان از دومین ورشکستگی بزرگ بانکی از لحاظ مارکت کپ در 25 سال گذشته داره. فکت دیگری که می آوردن خروج سپرده‌های بانکی بود، و یه فکت دیگری هم که بود چیزی بود که دکتر خیلی خیلی لطف کردن خوب توضیح دادن اینجا رو، حجم پولی بودش که از پنجره تنزیل از دیسکانت ویندو فدرال رزرو برداشت شده بود، و انگار که تقریبا 40% این حجم پول بالاتر از بحران 2008 بوده، و با این موارد قیاس میکردن با 2008. جناب پروفسور خیلی خوب یه خط بطلانی برای این موضوع کشیدن. لحاظ آماری هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، یعنی این تکنیکال نیست، آماریه، اون قسمتی که دکتر راجع به نقدینگی و قسمت بالانس شیت صحبت میکردن، ام تو چه اتفاقی واسش نسبت به اون سالها افتاده؟ مانی ساپلای از 10 تریلیون دلار تقریبا رون میکنم، اعداد رو به 20 تریلیون دلار رسیده، و اگر نقدینگی رو نسبت به جی دی پی قیاس بکنیم، اینطوری بوده که در زمان شروع ریسشن 2008 ما 50% این نسبت بوده، نسبت M2 به جی دی پی 50% بوده، در پایان ریسشن تقریبا 57% بوده، پیش از رکود کرونا 70% بوده، و در فصل دوم، یعنی یک فصل بعد از
شروع کرونا در فصل دوم 2020 این مقدار به 89% میرسه و الان در حال حاضر در اپریل 2023 در 81% قرار داره. یک پیغام واضحی که ما اینجا داریم، این جهان رو به گسترش رو فهم کنم، یه مقدار تو کامیونیتی داریم نادیده میگیریم. این جهان رو به گسترشی که در هم قسمت نزدنگی هست، هم در رشد اقتصادی هست، اما از همه اینها مهمتر موضوعی بود که دکتر بهش اشاره کردن، بالانس شیت هست. ترازنامه فدرال رزرو که از 1 تریلیون دلار به بیش از رون مثال دارم میزه اعداد رو دیگه، از 0.9 تریلیون دلار بوده در بحران 2008 به بیش از 8 تریلیون دلار میرسه و تو همچین شرایطی که بگیم بالاترین حجم وامگیری از دیسکانت ویندو الان بوده نمیدونم نسبت به 2008 فکر کنم یه ذره قیاس محل فارغ میشه الان، یعنی یه ذره با توجه به آمار اینا با هم دیگه همخونی نداره در اصل در ظاهر درستن، ولی وقتی وارد بحث ماجرا میشی انگار ما یه مقدار اگه آمار رو کنار هم بذاریم اینا به هم دیگه نمیخونه، یعنی انقدر اون هیوج و بزرگ نیستش که بخوایم بگیم دقیقاً 2008 داره صورت میگیره. و بگذاریم از این موضوع، 10 مارس صورت میگیره، در همون شب برای اینکه دوشنبه سیاه دیگر 1987 یا ما دکتر مستن اون پایین‌تره، اون سوابق شما رو نداریم، ما یه دوشنبه سیاه داریم، اونم مارس 2020 بود که بلند شده اون وضعیت به وجود اومده. پس من یه دوشنبه سیاه هم اضافه میکنم مارس 2020 برای اینکه یک دوشنبه سیاه دیگه، دوشنبه خونین دیگه پیش نیاد، برنامه استراری فعال میشه، دست FDIC باز میشه برای اینکه سوق صاحبان سهام از بین بره و همون چیزه که دوستان عزیز در جریان هستن. و در 10 مارس امیر جان من یک جلسه داشتم با رفقای خودمون تو پیج خودمون و 21 اسفند میشد اگه اشتباه نکنم، گفتم آقا من از این شرایط وحشت بازار استفاده میکنم، اما اینجا میخوام سهه بذارم بر صحبت های جناب پروفسور استاد عزیزم. آیا من میدونستم FDIC میتونه دستش باز باشه ماجرا رو جمع بکنه؟ خیر. آیا من میدونستم که مثلا بالانس شیت قراره که در اوج این سختگیری اقتصادی، در اوج QT یا اون مسیر 6 ماهه 2022 رو توی یک هفته بخواد برگرده و اون بازگشت حجمی که دکتر بهش اشاره کردن صورت بگیره؟ خیر، اصلا اینا نمیشد پیش بینی کرد. ولی چطور اونجوری رفتار میکنه آدم؟ این اون روحیه تهاجمیه که فعالین کریپتو دارن، یعنی در واقع خودت همین خب این رو درک میکنی، خیلی بهتر درک میکنه بچه‌ی کریپتوی یه خصیصه درونشون هست، اون تکنیک معامله‌ای که شاید حتی فرد تو زندگی خودش یک آدمی باشه که کاملا محافظه کاره، اما تو شرایط مادی که قرار میگه یک دنیایی که با کلیک میتونه همه چیز رو کنترل بکنه برای خودش، یک آدم تهاجمی باشه و چارچوبای درستی نداشته باشه. به هر حال بچه‌ی کریپتویی از اون شرایط یه فکتی که داشتم میگفتن همون اون روح ساتوشی بود که داشت میزد بیرون. من خاطرم از اولین دایب که افتخار داشتم در خدمت دکتر بودم و اشنجا راجع به همون ساتوشی بزرگوار صحبت کردیم که در خصوص دومین دسته‌ای که بانک مرکزی انگلیس داشت تزریق می‌کرد صحبت کرده بود و خب بچه‌ها کریپتو از این فضا استفاده کردن. بخشی از بخشی این بود و بخش دیگر هم فرمایشات دکتر بود که بله دقیقاً سیاست‌های بانک مرکزی در کوتاه مدت دستخوش تغییر قرار گرفت. چه تغییری قرار گرفت؟ من چارت دارم ولی خب نمیشه نشون داد، یعنی خیلی ریز میفته و بعد کیفیت میفته، حالا اگر نیاز بود برای بچه‌ها استوری می‌کنم. در قبل از زمانی که بخواد بحران SVB صورت بگیره، انتظارات بازارهای آتی حتی چیزی بالاتر از داتپلات دسامبر 2022 بوده، یعنی از نرخ بهره انتظار داشتن ما کران بالاتر اون بالای 5.5% هم قرار بگیره و انتظارات هم تماما در یک ریسشنی در انتهای 2023 بوده و بعد از اون حالا فضای کاتریت و اینها که اتفاق بیفته. دقیقاً فردا روزش شما بیاین سراغ دوشنبه دیگه، فردا روزش به شدت این تغییر میکنه انتظارات بازار و اون کران بالای 5.5% به 5% میرسه و ریسشنی که سر جاش و بحث کاتریت رو میارن تو کوارتر سوم، یعنی انتظارات بازار حتی تا این سمت هم حرکت میکنه. الان انتظارات بازار چی؟ همونه، در این لحظه همونه و این داره الان انتظاراتش رو معامله میکنه در کوتاه مدت. پس این فضایی که صورت گرفت در این حال که بسیار وحشتناک، بسیار ناجور، یک فضای فرصتی رو برای دارایی ریسکی به وجود آورد و من فکر میکنم که این مسیر هم ادامه خواهد داشت. یعنی چیزی که نتونه این انتظارات رو تغییر بده اینو تو کوتاه مدت همین رو دارن معامله میکنن. آیا غلط دارن معامله میکنن جناب پروفسور؟ فرمایششون اینه که در کوتاه مدت دست بسته است، اما در بلند مدت خللی ایجاد نمیکنه.
اینا قرار نیست درست ارزیابی بکنن، اینا هم دارن تو کوتاه مدت معامله میکنن و فکر میکنم که به اینا ادامه میدن، یعنی چیزی به وجود نیاد که این رو تغییر بده، این انتظاراتشون رو تغییر بده که تا الان تغییر نداده. فعلا در بازه زمان کوتاه مدت بس یه هفته دو هفته هم ندیگه، بس یه ذره بیشتر چندین ماه، فکر میکنم من به این مسیر ادامه میدم. نظرم اینه. آیا جناب دکتر یه جا به ییلد کرو اشاره کردن؟ من به دوستان عزیز که توی این لایو هستن برای اینکه بخوان ییلد کرو رو ببینن خودشون، بهترین پیشنهادی که دارم marketwatch.com رو برن قسمت اینوستینگش، بهترین حالت واسه شون اونجاست، یعنی خیلی دیگه گرافیک ساده ای داره که کاملا وارونگی واضحه، اصلا کاملا واضحه، و حتی اگر میخوام میتونم تغییرم بدم تو مارکت واچ، میتونم تغییرم بدم، یعنی بیارن رو بازارهای کوتاه‌تر ببینن اوضاع چقدر خراب است. آیا بازار این وارونگی رو نمیبینه؟ میبینه، من فکر میکنم میبینه. آیا علائم رکودی رو نمیبینه؟ میبینه و انتظارش رو هم داره، ولی ترجیح داده که تو کوتاه مدت اینجوری معامله بکنه و بر اساس این انتظارات. من همیشه دارم کریپتویی هم یه ذره صحبت میکنم، میام بگم به بچه‌ها بر اساس این انتظارات در خصوص بیت کوین، حجم ورودی پول رو من بررسی کردم، حجم ورودی پول قابل قبول نیست، ولی کماکان روی صحبت اولیه خودم در اول سال 2023 هستم، مارکت کریپتو شهودی برخورد میکنه به خاطر اینکه جمعیت جوان زیادی درونش هست و این شهودی برخورد کردن اینیه که در بلند مدت چقدر حدس بزنه اوضاع بیریخته، اما در کوتاه مدت داره به نفع خودش کار میکنه. من اصلا عدد دادن رو درست نیست، اونم در محضر استاد معزز و بزرگوارم زیاد راجع به عدد دادن واقعا کار اشتباهیه، یعنی اصلا آدم نمیتونه بر اساس این موارد عدد تعریف بکنه که، ولی اگه بخوام همینجوری نظرم رو بگم، یا ما یک اصلاح 7-10% و بالاتر از 3000 دلار قرار میگیریم یا بالاتر از 3000 دلار قرار میگیریم، یعنی در نهایت در هر دو حالت بالاتر از 3000 دلار قرار میگیریم و اینجوری از کف مارکت یه 2x رو خواهیم داشت که خدا بده برکت توی این شرایط. و آیا الان بچه‌های کریپتویی میتونن ورود پیدا بکنن؟ واقعا شرایط واسهشون سخته. ببینید صادق باشیم با هم دیگه، نگاه کنید در خصوص چه اقتصاد ایران رو بخواید نگاه بکنید، چه بیت کوین رو، چه هر asset دیگری رو، ماها پیوسته درگیر فومو افتادیم، پیوسته همیشه هر چقدر هم حرفه‌ای باشیم بالاخره یه جاهایی گیر میافتیم. در خصوص دلار مثلا خیلی از عزیزان تو 50000 تومان 55000 تومان به فکر این میافتن که بعد تو اقتصادی که اینجوری اقتصاد نفتی خودمون تو اقتصاد هلندی باید همون به قول دکتر نامینا لنکر وقتی که لنگر اسمی دلار همین زندگی رو بعد برمبنمون چید، یه ذره تصمیم دیرهنگامیه، پس در کوتاه مدت آدم بازنده میشه. در خصوص بیت هم صادقانه من بگم زمان ریسک جای پایین‌تر از این حرفا بود، نه جایی که ما داریم 80-90% از کف فاصله گرفتیم. نمیگم آیا من در کف وارد شدم؟ نه اصلا همچین چیزی. من به آخرین ورودی که به کریپتو داشتم بازار از محدوده بودم 20% هم پایین‌تر رفت و خب خیلی اتفاق بدیه دیگه همچین چیزهایی، چون حس میکنه که توی کف قرار گرفتی ولی میای کفی کفتر از اون قرار میگیره. من فکر میکنم یه مقدار اینجا رفقا سنجیده تر عمل بکنن، چون که مارکت الان شرایطی مون رو نداره که ما راجع به تاپ جدیدی صحبت بکنیم. اون هرس و آزی که در آدم وجود داشته باشه برای تاپ جدیده، وقتی که تا بازگشت به سیاست های انبساطی تاپ جدیدی در کار نیست، حداقل لحاظ اقتصادی این صحبت رو میکنیم، یه مقدار فضا برای ریسک کردن الان یه ضربه صبر داشته باشن که یا پول بک بزنیم به پایینتری بخوان ورود پیدا بکنن، یا بریم بالاتری رو صبر کنیم دوباره برگشتی داشته باشیم که بخوان. البته مدیریت معاملات هر عزیزی با خودشه، من نظرم رو عرض کردم، ولی در نهایت نگاه هم در میان مدت به بیت کوین بالاتر 30000 تا است، نگاه مثبتی دارم و میگه عدد گفتم درست نیست، ولی اول مثلا 2023 صحبت کردیم 36 تا 46 من گفتم، فکر می‌کنم امسال تو هم بازه قرار می‌گیریم و ببینیم دیگه. و سلب مسئولیت از همه صحبت ها من شاگرد همه هم. من یادم میاد که معامله خودم دارم میگم، فردا ممکنه که بازار بفنه بره و خیلی اتفاق بده ولی برای زندگی من میفته، ولی آدمی که دیگه از بیت 70000 تا 15000 زنده مونده طبیعتا از بیت 30000 به پایین ترش هم زنده میمونه. خیلی مخلصیم، ببخشید اگر طولانی شد نظرم. مرسی مهدی جان، مرسی. با کمال احترام البته با مهدی یه ذره مخالفم، حالا آخره ای لازم باید مخالف باشیم. به شاهین داشتم گفتم گفت اتفاقا قشنگه این سری، همه موافقم باشیم بهتره.
شاهین جان خیلی ساکت بودی دیگه، هر چه دلت انگر میخواهد بگو داداش. من فقط اینا بگم کاش دکتر میتونست بمونه تو لایو، چون خیلی همین صحبت مونده و لایو ما هم حداقل 3 ساعت میخواد، یعنی بخواد یه چیزی در بیاد درست تموم کنه زمان بخش. ولی من یه چیزی متوجه نشدم، گفتی اصلاح، یعنی این اصلاح رو در نظر گرفتی بعد رسیدن بالا اون تارگت میگی؟ اینو متوجه نشدم. این قسمت شو نمیزم تشکیز شاهین صادقانه نمیزم تشکیزم، بچه ها تکنیکال کنن، این از عهده سوادی من یه مقدار الان خارجه. میگم چه اصلاح بکنیم چه نکنیم، من فکر میکنم که بالاتر از 30,000 تا قرار میگیریم. آره اگه اصلاح بکنیم برگردیم دیگه رو 30,000 گیر نمیکنه، اگه اصلاح نکنه 30,000 تا 32,000 گیر میکنه. من نظرم اینه که مهدی رفت فکر کنم. من برگشتم. حالا من صحبت کنم. آره. من نظرم اینه که ما خیلی شارپ اومدیم بالا و یه تسویه‌ای مهدی به این بین ما انجام دادیم. یعنی اون حرکت کوازیمودو شکلی که ما انجام دادیم، حالا من بهش میگم تسویه اونو، یعنی صد راه برگشتمون باز شده. به نظر من این محدودهی که الان هستیم یه اصلاح کوچیک داریم، این نظرمو واضح بخوام بگم یه اصلاح کوچیک داریم، میریم رو 32-3 و یه اصلاح عمیق یا ریزش در واقع اسمشو میتونم بذارم از نظر من اونجا داریم. خیلی بررسی کردم، خیلی، یعنی دیگه هر آنچه که میدونستم و سعی کردم ببینم. آبا من نظر... مخالفت شما رو درک نکردم، کدوم بخش شما من مخالف بودی متوجه نشدم. یعنی فکر کنم منظورش که یعنی فکر کنم به 30,000 حالا 32 اینا برسیم دیگه شاید یه حرکت ریزشی خیلی بزرگی هست. اصلا باید چون یه ناحیه هفتگی من فکر میکنم داریم مهدی، اون ناحیه هفتگی رو اگه تاپش رو ببینیم، بالاشو ببینیم، خب حالا توی سبکرام بهش میگن فیکوت، خمم فکر کنم همین اسم رو بهش میگن و فیکوت ها ریتریس های عمیقی دارن. من نظرم راجع به بیت کوین اینه و فکر میکنم عمیق اصلاح کنیم تا 19-18 حداقل. بفرماشه اینجا البته یه چیزی بگم، من از اون اوایل که واقعا کامیونیتی فارسی شناختم مهدی رو توی کریپتو استاد خودم میدونم و همچنان هم مسئولیت من رو سختم اتون، من شاگردم اتون، اصلا این اتون شاید اینجا بریم. اگر شما نمیتونید تا آخر لایف باشید شما صحبت می کنم بهتره. والا شاهین جان من هم صحبت های شما رو بشنوم، حداقل در این مورد خیلی اولا از مطالبی که دوستان فرمودن خیلی استفاده کردم، میشینم تا صحبت شما تموم بشه بعد حالا برای مطلب بعدی من نباشم، ولی الان خیلی مشتاقم که شما صحبت کنید. فقط درس پس بگیرید شاهین، قبل از صحبت کردن اگه سر یک ساعت شد قطع شد بعد بریم دوباره برگردیم، اینو حواست باشه چون 5 دقیقه مثل اینکه اگر قطع شد مرتضی جان سیف هم بکن اگر بشه سیف میکنم، تو که میذاری تو سایت ادیت میکنم میذارم رو سایت با صدا درست تر این کاتاشو میذارم. اوکی صحبت های آقای دکتر رو برای سیلیکون ولی و این داستان ها هیچ کس این فکر رو حالا من میخوام اینا رو برسونم به جایی که برسونش به سیاست پولی، حداقل آقای دکتر تهش راجعه به سیاست پولی که حداقل تو کوارتر بعد ببینیم رو باید صحبت نمیشه، شاید هم نظر باشیم شاید مخالف همین نظر باشیم، دوست دارم اینو یعنی بدونم واقعا آقای دکتر در نهایت چی فکر میکنه توی مانیتری پالیسی که میتونه فد داشته باشه. حتی یکی مثل منم که همه چیزو چک میکنم واقعا شوک شدم، اینها از توی نوامبر از دسامبر از سپتامبر اینها داشتن از دیسکانت ویندو استفاده میکرد این سیلیکون ولی، این نکته هم. و هیچکس هم جالب صداشو در نمیورده، حتی بزرگای فاندامنتال هم که من فالو دارم
این هم هیچ کس متوجه این دیسکانت ویندو نیست. استفاده از دیسکانت ویندو، اینو به دوستان بگم، یه بی‌آبرویی هست برای مؤسسه مالیات. یعنی رسما اونقدر تو بدبخت و بیچاره شدی که گیر the last of resort افتادی، گیر خود بانک مرکزی افتادی. و میتونم این رو اینجا اعلام کنم که هر چیزی که توی ایران اسمش بانک هست دقیقاً جز همین کاتگوری که گفتم هستش. این نکته اول. حالا سیلیکون ولی ما میدونیم که وقتی اینترست ریت ها ما یه ریسکی داریم بچه‌ها، ریسک اینترست ریت، و به محضی که نرخ‌ها شروع می‌کنن به رشد کردن، بانک‌ها با این ریسک روبرو میشن و باید این ریسک رو هج کنن. هج هم نه اینکه صفرش کنن، توزیعش می‌کنن، بالانسش می‌کنن، یک جورای نرخ بهره در واحد زمان رو میان یه تئوری براش می‌چینن و توزیعش می‌کنن در زمان. حالا اینو کار ندیم، خیلی یکم تخصصی هست و باید بیشتر راجعش توضیح. کاری که سیلیکون ولی کرد، میخوام بگم بچه‌ها این یعنی مشکل اعتباری یکم داستان کشش هست. کاری که سیلیکون ولی کرده بوده، اون مسئول هج سواپ کنترل ریسک های اینترست ریت، از پارسال توی مارچ اپریل یک جورایی هیچ کاری نکرده بود. وقتی که پاول میومد صحبت کرد، پاول همیشه یکی به نلیکی به میخ صحبت میکرد و بانک ها بعد براشون واضح باشه که آقا این نرخ ها میخواد بره بالا یا نه. من باندی دارم که مال 10 ساله است، گیردش زیر 2% و الان نرخ داره از 2% رد شده، نرخ کوتاه مدتی از 2% در رد شده، ولی من باندی دارم که 10 ساله است و زیر 2%، یعنی نرخ کوپونش زیر 10%. من رسما با یک ریسک نرخ بهره روبرو هستم، فارغ از اینکه این یک ریسک اعتباری، یک ریسک نکولی هم در صورت بانک ران میتونه برای من به وجود بیاد که آوار. حالا این باباه این کارو نکرده بوده و معلوم نیست که این کارو تعمدی کرده یا این کارو تعمدی نکرده. حدود 45% اکسپوژر اینها روی مورگیج سکیوریتی ها بوده، روی اوراق با وام پشتوانه، وام رهنی، حالا همیشه تو فارسیش من توپق میزنم، روی اینا 45% اکسپوژر یه عدد بسیار وحشتناکیه توی مؤسسات مالی اعتباری و این عدد به صورت نرمش حدود 10-13% و ییلد اوریج اینها 3.5% بوده، در صورتی که نرخ کوتاه مدتی همون نرخ شبانه فد فاند ریت خب دیگه 4 هم رد کرده. اینا رسما با این مشکل مواجه شده بودن، همه کاری هم می‌کردن، می‌رفتن تو مانی مارکت پول قرض می‌گیرن، می‌رفتن از فد فاند، از دیسکانت ویندو استفاده می‌کردن. حالا یه سری هم دارایی دارن، همیشه این دارایی‌ها طبق قوانین باید داشته من فکر میکردم این اتفاق نمیفته، چون که فکر میکردم بعد از 2008 اون قوانینی که بازل برای کفایت سرمایه و توزیع دارایی ها بر اساس زمان و نرخ بهره اینا همه رعایت میکنن، فکر میکردم کارو میکنم. بعد متوجه شدم که سیلیکون ولی تعمدن کل مجموع دارایی هاشو جوری تنظیم میکرده که به قوانین بازل 3 نخوره، یعنی اون نسبت ها رو مجبور به رعایتش نباشه. رو بس میدم به یه جای اصلا شاید فتنه باشه، یعنی یک نوع داستان شاید کشید باشه. بعد اینا حالا دارایی هاشون رو میتونن دو طور کنن، یکی میتونن hold to maturity کنن، یعنی نگه دارن تا روزی که میخواد سررسید بشه و پولش رو بگیرن. اینها حالا مشخص نیست که اینا مشکل solvency داشتن یا liquidity، یعنی اینا ورشکسته هستن یا فقط مشکل نقدینگی داشتن. از نظر من اینا مشکل نقدینگی داشتن، چرا که مثلا اوراق رو داشته با دوره، مثلا هر ورقی 100 دلار رو داشته، نرخ ها رفته بالا، اوراق ارزون شده، مثلا آقا 1 میلیارد دلار داراییاش بوده، حالا شده مثلا 8 میلیارد دلار، خب ولی طلبایی که داشته از سپرده ها بیشتر شده. مردم هم دارن حرکت میکنن به سمت بانک ها که پولاشونو بردارن، این پولا رو ببرن تو بازارهای جذابی که داره به وجود میاد. آقا استاک هم واقعا جذابه برای کسی که یه سری نکات شاهین جان گفتن خیلی برای من جالب بود، مثل اینکه شاهین جان خیلی متشکرم از نکاتی که اشاره کردید، خیلی برای من جالب بود. اینکه یه زمانی من اون بالای کوهای ترنتو در ایتالیا اون دوره داشتیم با آقای پروفسور استیگلیس برنده جایزه نوبل، بعد وسط صحبتشون این نکته رو اشاره کردن خیلی برای من جالب بود، میگفتش که از ابتدای سال 2008 یا حتی در سال 2007، ایشون خودش ساکن نیویورک دیگه، میگفت هیچ کس در نیویورک نبوده که متوجه نباشد که وارد یک بحران بزرگ داریم میشیم. گفت علارغم این حرفا بحران 2008 اتفاق افتاد. خیلی تأسف میخورم چون الانم در کشورمون همینه،
الان همه ایران میدونن، تمام متخصصان اقتصادی دیگه شک ندارن که در ایران داریم دچار بحران میشیم. بعد از بین این همه اقتصاددانی که در ایران هستند، از بین این همه اقتصاددانی که در دنیا هستند که این کشور میتونه ازشون استفاده کنه، یک آقایی که اصلا یک روز هم درس اقتصاد نخونده، این شده سیاستگزار اقتصادی کشور. در این شرایط، همیشه شرایط حساس کنونی بوده، ولی الان حساس کنونیش حساس کنونیه. نکته که شاه اینجا گفتن برای من خیلی جالب بود این بود که گفتن که SVB از دسامبر سال قبل داشته چیکار میکرده، از دیسکامیندو استفاده میکرده. این خیلی جالب بود. حالا شاه اینجا شما که فرمایشتون تموم شد، من بازم نکات رو اضافه خواهم کرد، فقط خواستم از شما تشکر کنم. خواهش میکنم، من که درس دارم پس میرم. فقط اینا این داستان جالبه و امروز رئیس بانک JP Morgan صحبت میکرد و من دیدم اینا فقط فتنه هستن. خب این بانک سیلیکون ولی، اول که اون سیگنیچر نسبت به سیلیکون ولی نقطه است، یعنی اصلا اون داون شدن اون که اصلا هیچ چیز نیست در مورد. فکر کنم 1/20 بوده، فکر کنم دقیق خاطرم نیست، چکش کردم ولی دقیق خاطرم نیست. حالا داشتیم میگفتیم که اینا این باندایی که دارن و متاسفانه اکثرشون روی اوراق پشتوانه رهن بوده و با این مدل اکسپوژری که داشتن یا اویلیبل فور سیل میتونستن کنن، یا همین الان بدن کف مارکت بفروشن، خب خیلی قیمتش میومده پایین، یا اینکه آقا بیان بگن آقا ما مشکل لیکویدیتی داریم، حالا سالونسی نداریم، ورشکسته نیستیم، ولی مشکل توی تامین نقدی مشکل خوردیم و مدت ها داشتن از این دیسکان ویندو استفاده میکردن و بانک های دیگر هم دارن استفاده میکنن. ریپابلیک بانک هم یکی از همین بود. من 4-5 تا بانک رو توی یکی از لایو هام که مختص این صحبت کردم توضیح دادم و اونا هم توی این دسته بندی هستن. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته این مثلا؟ اول اینکه فد اومد نشست با تریجوری، با خانم یلن نشستن، اومدن BTFP رو تصویب کردن، بانکر فاندینگ پروگرام رو تصویب کردن که آقا سیلیکون ولی ورشکست شدی باشه، این بنده چقدر میارزه؟ دونه $100 باشه، ما همون فیس ولیو رو ازت میخریم، پولش رو بهت برمیگردونیم. حالا تا این کار انجام FDIC هم اومد سپورت کرد تا 250,000 تا، ولی مثبت 250,000 تا دیگه FDIC کاری بهش نداره مگر برن توی قراردادهایی که با خود FDIC ببندن و خیلی کم این کار رو اتفاق میفته. یک دو FDIC همینجوری پولو نمیده، یعنی در آن واحد شاید میگه آقا من 250 تا از اینا طلب بودم، یا پول من نبوده، اونم میگه باش الان بیاین 250 تا. این یه فاصله زمانبری هست و از اونجایی که عموماً استارتاپ ها توی سیلیکون ولی بودند با مشکل لیکویدیتی دارن مواجه میشوند و این نقدینگی نمیچرخد توی اقتصاد اون استارتاپ ها. دو، بیایم یه جای دیگه بررسی کنیم. دو تا آپشن برای دو تا حراجی برای اوراق کوتاه مدت، اوراق 4 هفته ای و 8 هفته ای، اینا جزء مانی مارکت هستن و خیلی مرتبا تقریبا میتونیم هر یه هفته و دو هفته پشت سر هم دیگه اینو آپشن دارن. حراجی 4 آپشن متوالی ییلد صفر درخواست شده برای این نوع دیل ها. حالا توی فارسی ما همه رو میگیم اوراق، ولی اینو بیل و نوت و بوند دارن که همه میگن 4 هفته ییلد صفر، یعنی آقا من اصلا از شما سود نمیخوام، فقط اوراقو بده به من، فقط اوراقو بانک مرکزی برسون دست من. چرا؟ چون که اینها مشکل کلاترال دارن. چرا مشکل کلاترال دارن؟ چون که این باوند پول نیست، ولی میشه خیلی سریع تبدیلش کنی به پول. میری میذاریش توی مانی مارکت فاندا، MLS ها بهت پول میدن و اون پول لیکویدیتی رو نگه میدن، ضمن این که توی همین مدت با توجه به دی اینورتی که توی ییلد کرو رخ میده، اینها باز روی قیمت خود همین بیله هم سود میکنن، یعنی دو سر سودن. پس کسی که درخواست صفر رو میذاره اینجوری نیست که گیرش نیاد، رو قیمت این نون میخوره. این یه. دو، اینها حالا یه مدلی دارن، یه مدل آکشنی دارن، اینجوری نیست که حتما به صفر، اینا صفر رو میذارن که حتما در واقع چیز رو ببرن، بیل رو ببرن، ولی بر اساس اون هایلدی که در نهایت استاپ میشه، استابیل بهش قدیما میگفتن، جدیدن بهش میگن هایلد، اونجا به همه ییلد رو توضیح میکنن. ولی میخوام بگم که یک کلاترال پرابلمی هست، یک کلاترال رانی هست، یک کلاترال شورتیجی هست که پشتش متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چی بگم، یک دلار شورتیجی خوابیده، یعنی کمبود نقدینگی.
یه جای دیگه شاید بعد رو بررسی کنی که ببینی این موضوع راسته یا نه. کجا؟ یورو دلار فیوچرز. یورو دلار فیوچرز، دلارهایی که در خارج از آمریکا هستن، اونجا چه اتفاقی میفته؟ روزی که پاول رفت تو تستیفای و باز من به پدرم و دایی بزرگم قول دادم هیچ وقت راجع به اقتصادی داره حرف نزنم، ولی اینو میگم. خیلی خوشبختید. ما ای کاش ما از اقتصاد ایران فراموش کنیم دیگه، زندگیمون واقعا گل و بلبل میشه. من دیگه توییت نمیفهمم اینو رو. نه اصلا نمیفهمم کی مسئوله، کی بچ اگه مسئوله چجوری اصلا خط فکریش چیه. بعد گیرم حالا یه خط فکری داشته باشه، معلوم نیست فردا خب بیدار شد چه فکری تو دلش باشه. بعد اصلا دیتا کی منتشر میکنه، چجوری سروی میشه، بعد اصلا هر چند وقت یه بار منتشر میشه، بعد از کجا معلوم اصلا سروی درسته. اصلا داشت من نمی یاد رفت داشتم چی میگفته. آره بذارید براتون تستیفای پاول. آقام جروم پاول به تستیفای اونجا میشوننش همه ازش سوال میپرسن که چرا فلان کارو کردی، توضیح بدی فنی. سالی دوبار میشوننش بابت دونه به دونه کلماتی که توی این مدت توی چهار تا جلسه اخیر حرف زده و تصمیماتش پروردگایدرس ازش سوال میکنن. چه کسایی ازش سوال میکنن؟ ناظران بانک مرکزی، خدایگان اقتصاد. میشونش و این آقا باید جواب پس بده و چقدرم حاکیش بود اون روز و فرداش طبق سیلیکون ولی در اومد توی بازار داشت یورو دلار میگفتم. حالا بس رفت، همیشه اینجا یکم من احساساتی هم شاید بشم که راجع به کشور خودمون هست. بازار فیوچرز یورو دلار، جایی که دلارهای خارج از آمریکا درش معامله میشه یا کلا اونجا وجود داره، اونجا دلار شورتیج بیشتر هست. و روزی که این اتفاق افتاد، بزرگترین کرش توی ییلد یا میتونیم بگیم که اینترست ریت اون قراردادهای فیوچرز سپتامبر افتاد. یعنی شما اگر نمودارش رو نگاه کنین، جی ای زد کیو زد 2023 رو بزنید، می‌بینید چه اتفاقاتی و اصلا حتی تو 2008 هم اون اتفاقی نیفتاده. بحران کمبود دلار و بحران، اصلا اسمش رو کمبود دلار نه، بحران لیکویدیتی، یعنی گیر پول هستیم برای اینکه فعلا اموراتمون رو بزنیم. همه اینا از کجا میاد؟ از ریسک اینترست ریت و عدم هج کردن یا سواب کردن. این جالبه که فد داشت مبارزه میکرد با تورم، اما اتفاقی که افتاد قبل از این که اینفلیشن کنترل بشه یا استاپ بشه و ریورس بشه، درگیر بحران‌های ناشی از افزایش اینترست ریت یا حتی دیفالت ریسک یا ریسک‌های نکول یا ریسک‌های اعتباری شد که حالا ناچار شده بیاد این BTFE ها رو اینجور داستان ها رو بچینه و این اتفاقه توی بلنس شیت بیفته که رسما نصف کوانتیتیو تایتنینگ رو کاور کرد، ولی QE نیست. یعنی اینو باید یعنی قبول کنیم که QE اصلا نیست. حالا این پول ها کجا میرن؟ جایی زیر دست همون مدیر جی پی مورگان که امروز صحبتاش واقعا یعنی نامردانه بود و نشون داد که مثل یه زالو خوابیده روی این بانکایی که جزء تاپ 20، یعنی جزء 10 تا گرید 10 تا 20 هستن و میخواد دونه دونه اینا رو بکشه و یک ادغامی شکل بگیره. این ادغامه اتفاقا کمک میکنه که بحران اعتباری رخ نده. مادم یعنی کلن همین این ادغامی که به شکل فاسد یا به شکل برنامه ریزی شده یا حتی سهوی داره شکل میگیره، باعث میشه که بحران اعتباری شکل نگیره. کما اینکه اون تاپ 10 یا تاپ 5 که رسما جزء بازار 3 هستن و خیلی قشنگ منیج میکنن، سواپ میکنن ریسک اینترست ریت. پس ریسک چیست؟ یعنی ریسکی که ما باهاش مواجه هستیم طی ماهای آتی چه چیزی میتواند باشد؟ تنها حماقت ها، یا شاید هم نمیدونم، شاید حماقت هم نباشه، شاید رفتارهای آتی فد هست. بچه‌ها در شرایطی هستیم که هر نوع تحلیلی میتواند به سادگی فیل بشود و اون هم مجهولاتی هست که حتی خود اون اعضای FOMC هم نمیدانند که باید چه کار کنند. و اینکه دیتا محور جلو رفتن و این دیتا محوری اتفاقا به ضرر این بانک ها تموم شد. تارگت ما مثلا یه 25 یه
این بالا همینا میبینیم دیتا چه بانک هم میگه پیش میخواد اینترست ریت 3.5 من مثلا کل تمام ییلدهامو بخوام اوریج بگیرم در واحد زمان میشه 3.5% پس میتونم کنترلش کنم ولی خب رسید به 5 فورورد گایدنس مثبت 5 دارن و داره ییلد کرو دی اینورت میشه یعنی چی یعنی فد نمیتواند روی اون با روی اون کرید گذاشته برای اینترست ریت که 4.75 تا 5 باشه اونجا نمیتونه کف رو مرتبا کنترل کنه و این خیلی بده که آکشنی میاد حراجی برگزار میشه که داخلش قیمت ییلد از زیر دیپو و فاند ریت میزنه بیرون و یعنی کمتر از اون هست و اینها همه نشونه ریسک توریست اینجا فد دو تا را بیشتر نداره یا اینکه ساپورت کنه که اگر ساپورت کنه رتبه داره تورم رو به نحوی دور میزنه هر قدرم فکر کنیم آقای دکتر حسین اینو توضیح بدن که آقای این پولا کجا میره یعنی این پولا در نهایت میاد توی بانک های دیگر مثل مثلا جی پی مورگان این پول از اینجا چه اتفاقی براش میفته اگر بره توی اورا میتونیم امیدوار باشیم که این پولا ضعیف فزاینده نخورن و نرن توی کانسامپشن و نرن توی مطلب و برن یه جای اینوست بشن اون اینوست حالا اون اینوست دوباره بیفته دست دولت یعنی دوباره به نحوی بچرخن بیان دوباره توی تریژوری بیفتن دست خزانه دکتر بگه حالا بخت دوم صحبت اونو که شد دکتر نباشه ادامه میدیم راجع به چه ریسک هایی هست و تنها ریسک که میتواند قیمت ها را کاهش بدهد و یک فرصت ری اینتری داشته باشیم ما چیست اگر اون اتفاق بیفته ما این فرصت رو داریم اگر نیفته به نظر من که شاید جور دیگری دارم خود که راجعش داشت عالی بود ماشاءالله اینجا قبل از این که دکتر شروع کنم من بگم که سوای این که این همه این ریسکا هستش ما چه دوران زیبایی رو داریم میبینیم واقعا و پر از فراز و نشیب و درس برای ما شاید برای ما جوانترا سالای آینده تجربه های خیلی 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 خوبی بشه دکتر جان بفرمایید بله من واقعا استفاده کردم تشکر میکنم از شاهین جان و همه دوستان که واقعا در این بحث خیلی مشارکت داشتن برای همین بود که خود من هم خیلی مشتاقانه منتظر بودم که این لایو برگزار بشه و امیدوارم که در آینده اتفاق بیفته ببینید من نقش خودم رو معلم میدونم حالا ممکنه بعدن حالا الان نمیدونم ولی شاید 2 سال دیگه من برگردم به فعالیت در واقع چی خودم به فعالیت بازارهای خودم و شاید مثلا اگر قرار باشه تدریسم بکنم بوتکمپ سرمایه گذاری برگزار کنم ولی در حالت فعلی در شرایطی که الان هستیم من نقش خودم معلم میدونم این رو حالا خواستم یک توضیحی بدم که من خیلی دقیق نرسیدم SVB رو بررسی کنم کیس SVB رو این کیس ها بهترین راه برای آموزش هست برای یادگیری هست این همین مطالبی که شاهین جان فرمودن بسیار عالی است یعنی سالیان سال شما این را دیگه اندوخته خواهید داشت و میتونید در تحلیل ها استفاده کنید در سرمایه گذاری در ترید میتونید استفاده کنید اما نکته که الان میخوام برای دوستان جوان این که در این لایف هستن و مایل به یادگیری هستن خدمت رو عرض کنم این هست که ببینید ساختار طرف بدهی های بانک ها معمولا خیلی متفاوت از هم هست برخی از بانک ها هستن که از عامه مردم سپرده ها رو دریافت میکنند وقتی از عامه مردم سپرده ها دریافت میشه در بسیاری از اوقات این سپرده ها در حساب جاری قرار میگیره این حساب جاری سودی پرداخت نمی کنه بسیاری از بانک ها از حساب جاری رفتن به سمت ناو اکانتس ناو اکانتس یک نوع اکانت های در امریکا هستن تحت عنوان نگوشیبل اوردر آف ویدروال این نگوشیبل اوردر آف ویدروال یک مقدار محدودیت روی حساب ها قرار میده ولی یک نرخ بهره ای رو پرداخت میکنه عواید حاصل از اینو خیلی وقتا میبرن در اوراق سرمایه گذاری میکنن دقیق میفرمایید منتها مسئله که این ناو اکانتس دارن این هست که نان اینترست ریت سنسیتیف هستند یعنی چی نان اینترست ریت سنسیتیف هستند یعنی وقتی اینترست ریت افزایش پیدا میکنه حساب جاری که سود نمیده که سودش افزایش پیدا کنه ناو اکانت هم که سود میده فوقش از 25 بیسس پوینت یا 25 نقطه پایه میرسه به 50 بیسس پوینت نیم درصد از 25% میرسه به نیم درصد نمیره 5% دقیق میفرمایید یه سری اکانت دیگه بود که من اینا رو خیلی تلاش کردم در ایران ایجاد کنم و در نهایت یک سری از کارشناسان واقعا دلسوز هم
اومدن یک گزارشی برای مبنا نوشتن، البته اسم بنده نمیدونم بود نبود، فکر شاید هم نبود، ولی در نهایت باز این هم رد شد. یعنی من شاید تا الان شاید یه حدود چند ده طرح برای اقتصاد ایران داشتم، دو سه طرحش به صورت کاملا معکوس اجرا شده، مثل عملیات بازار باز کاملا عکس اون چیزی که ما توصیه کردیم زحمت کشیدن اجرا کردن، یا بحث اوراق کاملا عکس اون توصیه‌ای که کردیم اجرا شد. دقت می‌فرمایید. و بقیه هم که متوقف کردن و اجرا نکردن. این مانی مارکت اکاونتس و مانی مارکت میوچوال فاندز، اینها یک بخش عمده‌ای رو در بازار مالی ایالات متحده تشکیل میدن. اینا به چه صورت هستن؟ در مانی مارکت اکاونتس یک حساب بانکی مثل سایر حساب بانکی باز میشه. در شرایطی که نرخ بهره پایین هست، نرخ بهره اینم فرقی با نو اکاونت نداره، فرقی با حساب جاری نداره، ولی عواید حاصل از این میره فقط در اوراق سرمایه گذاری میشه. من اینو مخصوصا برای بانک های خصوصی ایران که خوب عمل نمی کنن توصیه کرده بودم. دقیق می فرمایید، شما نمی دونید که من این تلاش هایی که کردم چقدر تهمت، چقدر تخفیف، تحقیر، توهین بنده دیدم. دقیق از افرادی که ادعای دیانت دارن، از افرادی که ادعای اخلاق دارن، شما باور نمی کنید چقدر تلاش شده که یکی از این توصیه هایی که در دنیا هم به نتیجه رسیده بوده اینجا جواب، یعنی نظران اجرا بشه. این مانی مارکت میوچوال فاندز اگر بانک های خصوصی ایران اجرا می کردن، اون وقت به واقع قدرت تسهیلات دهی رو از اینا می گرفتیم. هر چی اینا سپورت جذب می کردن باید رفتن اوراق می خریدن. دقیق می فهمید. حالا در دنیا در این بانک های بانک اس وی بی که ما خدمت شما عرض کردیم، وقتی که من عرض میکنم خدمتتون که اکثر تأمین مالی، یعنی یه چیزی بالای 80% تأمین مالی از سپرده های بزرگ بالای 250,000 دلار بوده، من بدون اینکه تحقیق بیشتر بکنم، بالاخره میگن به یکی اگه بگی فتا فرهزاد میره، بالاخره من متوجه میشم که وقتی که این سپرده ها میلیون دلاری بوده، این سپرده ها تحت ضمانت FDIC نیست، ولی از اون طرف یه اتفاق دیگه میفته. اینها رو تحت عنوان بروکرد اکاونتس میشناسن. بروکرد اکاونتس یعنی چی؟ یعنی یه سری آدم پولدار هستن، یه سری هم بروکر هستن، کارگزارن. میاد این پولدارا میگن آقا پول تو ولی تو این بانک 3.76% مثلا بهره میده، تو اون یکی بانک ببری 3.77% برو تو اون بانک. دقیق بفرمایید، یعنی اینها دقیقاً ریت سنسیتیو دیپوزیتس هستن، ریت سنسیتیو اکاونتس هستن. خیلی از اینا میرن در کجا میشینن؟ در همون مانی مارکت میوچوال فاندز و مانی مارکت میوچوال اکاونتس، مانی مارکت اکاونتس میشینن. دقیق میفرمایید. پس تفاوت‌ها رو تشخیص دادید که در شرایطی که نرخ بهره پایینه این با این حساب همه یکی هستن، ولی وقتی نرخ بهره میره بالا، آیدی مانی مارکت میوچوال فاندز و مانی مارکت اکاونتس MMA به شدت افزایش پیدا میکنه. دقیق میفرمایید. و کاملا این نرخ‌ها یک نرخ‌های کاملا چی هستند؟ فلوتینگ هستند، کاملا شناور هستند، برعکس اون نرخ‌ها که تقریبا میتونه بگیم ثابت هستند و تثبیت شده هستند. خب یعنی حتی حساب غیر جاری که افراد عادی در بانک‌ها باز میکنن، با افزایش اینترست ریت انقدر نرخ بهره رو اینها افزایش پیدا نمی‌کنند. خب اینو من به عنوان یک درس خدمت شما عرض کردم، مثل همین درسایی که ما در دوره شاخص‌ها مثلا داریم ارائه میدیم، که حواستون باشه نوع این حساب‌ها با هم دیگه فرق می‌کنه، ساختار طرف بدهی‌ها و حتی ساختار طرف دارایی‌های این بانک‌ها کاملاً با هم متفاوته. خب از طرف بدهی‌ها که اینها اصلاً شانس نیاوردن، یعنی SVB و بسیاری از این بانک‌هایی که شاهین جان به درستی گفتن، البته من نمی‌دونستم مثلا جی پی مورگان می‌خواد اینا رو بخوره، ولی خیلی طبیعیه که بانکی که از نظر مسائل مدیریت ریسک خوب کار کرده در شرایط بحران، در صدد نجات جامعه و در صدد استفاده از شرایط موجود بر بیاد، و خیلی طبیعیه که خودشون رو آماده کردن که به قولش اینجا هم بانکای بین رده 10 تا 20 رو بالا بکشن، و خیلی احتمالش هست که این اتفاق بیفته. من فکر کنم این اتفاق بیفته در آینده، فکر کنم ادامه پیدا کنه در طی سال 2023، اما اینکه به بحران بکشه بعید میدونم. دقیق میفرمایید، این نکته ای که من فعلا دارم میبینم به خاطر اینکه میدونم، من مثل یک متخصص هواپیما هستم، من متخصص ریسک بانکی هستم، در ایرانم باور کنید تا امروز حتی یک مشاوره به یک بانک در زمینه ریسک بانکی تا الان انجام ندادم. این نشون میده چقدر تقاضا برای این قضیه وجود داره. دقیق میفرمایید، من از روی تخصصم مثل اون کسی که متخصص هواپیما هست
متوجه میشم که ساختار ترازنامه بانک های بزرگ بسیار بسیار خوب داره کار میکنه، بسیار بسیار قوی داره کار میکنه و کل نظام بانکی فرو نمیپاشد. ولی این SVB که از نظر بدهی ها کاملا ریت سنسیتیف هست دچار مشکل میشه. از اون طرف کجا رفته سرمایه گذاری کرده دوستان؟ یه قسمت شو رفته در دارایی های کاملا ریسکی سرمایه گذاری کرده، یه قسمت شو رفته در اوراق سرمایه گذاری کرده. خب اوراق مگه بده؟ نه، اوراق خیلی خوبه. اما ما برداشت جامعه این بود که بانک مرکزی امریکا، فدرالیزه و بانک های مرکزی میرن به سمت افزایش نرخ های بهره و این افزایش نرخ های بهره باعث میشه شرایط رکودی به وجود بیاد. وقتی شرایط رکودی به وجود آمد چه میشه دوستان؟ نرخ اوراق بلند مدت کاهش پیدا میکنه، پس قیمت اوراق بلند مدت چه میشه؟ افزایش پیدا میکنه. یعنی اینا با فروش اوراق یا بسته گذاری اوراق میتونن خودشون رو نجات بدن، ولی اتفاق هم نیفتاد تا اون حد. دقت میفرمایید؟ یعنی نرخ بهره بلند مدت این مقدار افزایش پیدا کرده بود، یعنی این شرایط خیلی حاد و ویژه‌ای شده که اون اینورتد ییلد کرو که من خدمت شما عرض کردم که این حالا به کجا بیانجامد، حالا باید مد نظر قرار بگیر. دیدیم که برای این بانک ها اینطور شد. بانک های دیگه بیشتر از این که طرف دارایی انقدر مثلا مسئله باشه به باور بنده، طرف بدهی این بانک ها مشکل دارن و یک ریستراکچرینگ خیلی اساسی، بازسازی خیلی اساسی در نظام بانکی امریکا صورت خواهد گرفت. سالیان سال از 1980 تا امروز تعداد بانک های امریکایی مرتب در حال کاهش بوده. از یه چیزی حدود 15,000 بانک شروع شد و من هر وقت که چک می کردم در حال کاهش بود و این بارم من فکر می کنم یه چیزی شاید حدود 100 تا 200 بانک تا آخر این بحران، یعنی مثلا تا مثلا اوایل سال 2024 شاید 100 تا 200 بانک دیگه هم در واقع در بانک های دیگه ادغام بشن بدون که صداش در بیاد. با آرامش بریم جلو. حالا این نکته رو خدمت شما عرض کردم به عنوان آموزش، وگرنه تحلیل همون تحلیلی بود که قبلش هم دوستان اشاره کردن، هم خود من اشاره کردم. اما در مورد بازار کریپتو که مهدی جان فرمودن، ببینید مهدی جان این خیلی نکته خیلی خوبی رو مهدی اشاره کردن و اون این هست که ما با ظهور کریپتو بازارهایی رو به وجود آورده ایم که بازیگران این بازارها با سایر بازارها متفاوتند. یعنی در بازار سهام هم سهامدار جوان مثلا 12 ساله هست، هم سهامدار 80 ساله. دقت می‌فرمایید؟ ولی در بازار کریپتو خیلی بعیده که ما تریدر 80 ساله پیدا کنیم، تریدر 70 ساله، تریدر 50 ساله. خیلی بعیده. دقیقا می فهمید؟ این بازار بازار جوانان هست و وقتی که بازار بازار جوانان بود، شما می بینید که سنتیمنت بازار، احساسات بازار خیلی شدیدتر واکنش نشون میده. اینا واضحه دیگه. دقیقا می فرمایید؟ پس به محض این که سیاست گذاری پولی، یعنی در واقع شبهه‌ای در سیاست گذاری پولی ایجاد میشه، شما می بینید افرادی که مثلا نقد کرده بودن، نقدیون برمیگردن و شروع میکنن به خرید. آیا این روند بلند مدت رو تغییر میدهد؟ مطمئن نیستم. اینو خدمت شما عرض کنم. چون برداشتم این هست که این سیاست گذاری پولی حتی اگر بانک‌ها هم ورشکست بشوند به راه خودش ادامه خواهد داد. در کوتاه مدت ممکنه آچمز بشه برای یک هفته دو هفته بانک مرکزی، اون زحمتی که کشیده همش به باد بره. نکته کوتاه مدت این هست که مقدار حجم پولی که خلق شده بعد از کرونا بسیار بسیار بالاست. اینکه چقدر بشه در نهایت بانک مرکزی امریکا فدرال رزرو بتونه چیز کنه، بتونه برگردونه، چقدر میتونه به صورت معکوس عمل کنه، این اصلا تست نشده. چون در سال 2008 تا 2014 هم هرچی خلق پول شد، بعد از اون فدرال رزرو خیلی نتونست اون رو معکوس کنه روند رو. دقیق فرمودید. این دفعه هم معلوم نیست که فدرال رزرو بتونه روند رو معکوس کنه. بنابراین پول به اندازه کافی در بازار هست. منتها یه چیزی که این آی‌کیو های ایرانی مثلا خبر ندارن، ببین مثلا اومده میگه که آره، یکی از اینا که ماشاءالله بش ماشاءالله، یکی اومده میگه که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در دنیا خیلی بالاتره، در ایران خیلی پایینتره. این بنده خدا، این فرد ساده‌ای که معلوم است کی داره مثل عروسک خیمه شب بازی داره باش بازی میکنه، پس مردم گزارشش رو به تل آویو میده. دقت می‌فرمایید؟ این بنده خدا انقدر اطلاع نداره که در دنیا یه چیزی حدود 20 سال 30 سال در اقتصاد کلان ما از هدف گذاری کل‌های پولی رسیدیم به هدف گذاری نرخ بهره. یعنی این که اصلا کل پولی شما چقدره، چقدر پای پولی داره، چقدر نقدینگی داره،
اگر سیاست نرخ بهره تو درست عمل نکردی، حتی با نقدینگی، با حتی بدون رشد نقدینگی، حتی با کسری بودجه پایین، شما میتونید دچار تورم خیلی شدید بشید. دقیقاً میگم برعکس، اگر رشد نقدینگی هم داری، کسری بودجه هم داری، حداقل در کوتاه مدت شما اگر سیاست گذاری، هدف گذاری نرخ بهره تو دقیق انجام دادی، با هدف گذاری نرخ تورم ترکیب کردی، از علم و دانش بشری استفاده کردی، نه از شعار و هیاهو و چرندیات، دقیق میکنید، میتونید تورمتون رو کنترل کنید. دقیق میفرمایید اینجا الان در سیاست گذاری در دنیا این هست، یعنی اینکه حجم پول خیلی بالایی هست، زیاد سیاست گذار پولی به این مسئله خیلی روی این مسئله تاکید نداره، روی تعیین ریت یا روی تعیین نرخ در واقع تاکید داره و از طریق تعیین نرخ به اهداف خودش میرسه. اهداف بانک مرکزی هم به هیچ وجه چه ایجابی چه سلبی بازار کریپتو نیست. اینو دقت بفرمایید، یعنی بانک مرکزی براش هیچ فرقی نمیکنه کل بازار کریپتو جهان سقوط کنه یا بازار، یا مثلا بیتکوین بیت به مثلا 2000 دلار برسه، این رفتارشو تغییر نمیده. اینو دقت بفرمایید. خب تمام این مسائلی که خدمت شما عرض کردم، یعنی این که در کوتاه مدت احتمال این که با توجه به این که مبالغ زیاد پول در نظام بانکی جهانی هنوز وجود داره، هنوز هست، در کوتاه مدت امکان این که این بازاری که احساسی تر از بقیه عمل میکنه رشدای خیلی خوب داشته باشه هست، اما در بلند مدت هم احتمال این که کاملا شرایط ریورس بشه هست. اینکه کدومش میشه واقعا بنده نمیدونم. یعنی ببینید، این که بزرگان سرمایه گذاری در دنیا که همه حرفاشون تا امروز در مورد کریپتو هم غلط بوده، دقیقا هر چی این بزرگان سرمایه گذاری در دنیا در مورد کریپتو گفتن غلط بوده تا امروز. چرا؟ برای اینکه بازیگر بازار کریپتو متفاوته. دقیق میفرمایید. ولی این که میگن بیت کوین به صفر میرسه، ببین این احتمالی هم باید داد که ممکنه که این بازار بسیار بسیار ریسکیه. توصیه من چی است؟ توصیه من این است، وقتی بازار خیلی ریسکیه، دو تا چهار تا سیو سود کنید یک مقداری. یعنی وقتی سود کردید، یک مقدار از پولتون رو خارج کنید، در بازارهای کم ریسک‌تر قرار بدید. این که ما در طی 6 ماه یک سال آینده در شرایط اقتصاد جهانی به کجا برسیم رو هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. حالا من یک در واقع پیش بینی که نمیتونم بکنم، که علم غیب که ندارم، که بر اساس تجربه‌ای که در گذشته داشتیم، من برداشتم اینه تا آخر سال 2023 احتمالاً نرخ تورم به یه چیزی حدود مثلا 3.5% تا 4% اینها برسه. از کجا میگم؟ از هیچ جا. یعنی فکر نکنید من یک مدل هوش مصنوعی اومدم الان ران کردم خدمت شما دارم. اینا خیلی هم قبول نکنید از افراد این حرفا رو میزنن. من این قرار بود مدل هوش مصنوعی کسی ران کنه، خودم بودم. دقیقاً میفهمم. پس بنابراین من دارم گستیمیت، یعنی دارم حدس میزنم. حدس بنده این هست که بانک مرکزی نسبتاً به بانک مرکزی امریکا و بانک‌های مرکزی دنیا نسبتاً در کنترل تورم موفق خواهند شد، هرچند که بطئی‌تر و تدریجی‌تر خواهد بود. حدس بنده این هست که محاسباتی که الان، آمارهایی که ما داریم، دقیق می‌فرمایید، نشون میده که واقعاً داریم وارد رکود میشیم در اقتصاد جهانی. هنوز رونقه، ولی جهت‌گیری‌ها به سمت رکوده. یک سری از افرادی که خیلی هم چیز دارن در بازارهای جهانی، پیش بینیش این بود که در ماه مارچ سال 2023 به رکود برسیم. ماه مارچ شد و به رکود نرسیدیم. خب میگه از یه جا شما میتونید بگین این افراد مثلا سواد نداشتن، تجربه نداشتن، غلط گفتن. یه چیز دیگه هم میگه که آقا روندش همون رونده، یک مقدار کند شد، یک مقدار بالاخره تزریق پایپولی متعددا صورت گرفته، دقیقاً سخت تزریق ذخایر صورت گرفته به خاطر بحران بانکی که به وجود اومد و به خاطر اینکه حجم پولی که قبلا تزریق شده بسیار بالا بوده. خب این از عرایض بنده. امیدوارم که دوستان واقعا من استفاده کردم، امیدوارم که راضی باشند و اگر نکته هست من در خدمتتون هستم، اگر نه که به تدریج از خدمت مرخص میشه. دکتر من یه سوال بپرسم. یک سوال میکنم. بله شاید دوستان علاقه نشه باشه، هم کنم خیلی مختصر بپرسم. قسمتی که راجع به دارایی بدهی های بانکی صحبت میکردی، فرضاً اگه من یه بانک تجاری باشم، تو ستون داراییم ذخایر رو دارم و مثلا اوراق رو دارم، در طی سال 2022 که نرخ‌های بهره بالاتری در توسط فد داره تعریف میشه و از اون ور انتظارات بر اینه که برای اوراق هم نرخ‌های بهره بالاتری تعریف بشه، پس من میرم اینو میفروشم، میتونم من بانک برم این رو بفروشم و بازده اوراق داره میره بالا و بالاتر، من این رو بفروشم ببرم به ذخایرم اضافه کنم که بانک مرکزی آمریکا بیاد رو ذخایر من اون سودی که خودش تعریف کرده رو بده؟
یعنی ببینید اینا میخواستم چون شاهین جان اشاره کردن، اتفاقا میخواستم اینم خدمتتون عرض کنم به عنوان یک درس. ببینید بانک های مرکزی دنیا یه سری از افراد توی ایران چون این چیزا رو اصلا نمیدونن تو همین مسئله شک کرده، میگفتن آقا وقتی که دولت اوراق منتشر میکنه بانک ها اوراق میخرن، این چه فرقی داره با اینکه بانک ها برن از بانک مرکزی مثلا وام بگیرن؟ این هیچ فرقی با هم نداره. نه اصلا خیلی فرق داره، دقت میفرمایید. ببینید بانک ها وقتی اوراق منتشر میکنن، ببخشید بانک وقتی اوراق خریداری میکنن و در ترازنامه‌شون در طرف دارایی ها اوراق دارن، در شرایط عادی چون بازار اوراق هم یک بازار بسیار لیکوید هست، در شرایط عادی که میتونن همون اوراق رو بفروشن، یعنی بانک A مثلا بانک ملت به بانک ملی اوراق رو میفروشه، بانک ملی در بازار بین بانکی ذخایر رو بانک ملت منتقل میکنه، پس مشکل کسری ذخایری که بانک مثلا ملت داره حل میشه دیگه. اینطوری دقیق میفرمایید؟ پس این که مشکلی نیست. که مشکل کجا به وجود میاد؟ مشکل اینجا به وجود میاد که یک بانک SVB وجود داره، امروز با کمبود شدید ذخایر مواجه شده. حالا اگر اوراق بفروشه، ببینید لیکویدیتی ریسک به مارکت ریسک منجر میشه، یعنی بانک مجبور فورسیل بفروشه. فورسیل در نظام بانکی یعنی فاجعه. اینو از من با عنوان یک بانکی بپذیرید، اگر بانک رسید به فورسیل بدبخت میشه، بیچاره میشه، کل سیستم رو میتونه به هم بزنه. دقیق میفرمایید؟ پس اگر بانک SVB اوراقی دارد که واقعا هم اوراق داشته، اگر این اوراق رو بخواد برای تأمین کسری امروز در بازار بریزه، خب این در واقع چی میشه؟ قیمت اوراق کاهش پیدا میکنه، آیدی که این خواهد داشت در واقع بدتر خواهد شد. راهش چیه؟ راهش اینه که به جای اینکه اوراق رو بفروشه، به عنوان وثیقه در اختیار بانک مرکزی قرار بده. بعد یکی دوتا که نبودن که، 20 تا بانک بزرگ، حالا نه خیلی بزرگ، یعنی حتی خیلی بزرگ من دیدم، حتی بانک سیتی بانک هم جزوش بود. یعنی اینا بانکایی که دیگه اولین بانک جهان بوده زمانی سیتی بانک، زمانی که من اونجا بودم. دقیق میفرمایید؟ الان هم شاید مثلا رنگ 10 و نمیدونم رنگ چند داره، ولی رنگ خیلی بالایی داره. سوم آمریکاییه. نه سوم آمریکاییه. 4 5 تا بانک چینی الان اول دنیا هست. در امریکا سوم. علی حال نمیدونم پاسخ دادم خدمت. بله بله دکتر. بله خیلی ممنون. بله خواهش اختیار دارم، خواهش میکنم. دوستان عزیز با عرض شرمندگی اجازه میفرمایید استفاده کردیم آقای دکتر، دست شما درد. من استفاده کردم، خیلی لذت بردم از همه عزیزان، از مطالبی که فرمودن، و بازم عرض میکنم خدمتتون هر وقت لایف گذاشتید البته به شرطی که خبر جدید باشه، ما حالا هفته بعد ما معلوماتمون تر میکشه اگر یه هفته مثلا هفته بعد بخواید دوباره لایف بذارید، ولی اگر هر یک ماه هر دو ماه هر وقتی که دیدید که شرایط بازار تغییر کرد، من خیلی خوشحال میشم که با هم دیگه لایف داشته و مباحثه کنیم. حالا امروز من زودتر میرم جلسه پیشم، اینجوری شرمندتون شدم، ولی جلسات بعد حتی شده لایو دو ساعته بگذاریم بیشتر این مباحث رو بررسی کنیم. خیلی عالی است، اصلا افتخار ما بوده دوستان. نور چشم محنتی قبل از اینکه این جوابی شده الان سومیه قرار این لایو رو بذاریم، حالا مگر اینکه اتفاق خیلی خاصی حادث کنه و شاید یه رکودی دیدیم تو قبل از کوارتر بعدی یا تو کوارتر سوم که حالا اینجوری. بعد قبل از رفتن سمای دکتر تو بچه همه هستن الان در تقریبا 1000 نفر داخل لایو هستن که این قول رو یعنی تمام مدتی داریم راجع صحبت می‌کنیم که اگر بشه یک برنامه حضوری داشته باشیم، یک سمینار توی تهران توی یکی از سالن‌های خوب کشور، و خیلی دوست داریم که اونجا دوستان رو ببینیم. اصلا برنامه خاصی، یعنی شروع یک سری برنامه‌ها هست و امیدوارم که دوستان بیان و از آقای دکتر استفاده کنیم. مهدی جان همه هستن، خلاصه اعضای این لایو همه هستن و حالا داریم کارشو انجام میدیم، بیشتر امیر داره کارشو انجام میده. حالا اردیبهشت خرداد شد، انشالله این یک شروع باشه برای برنامه‌های حضوریمون و یکم نزدیک با بچه‌ها در تماس باشیم. بسیار عالی، ممنونم از یادآوری این نکته. بنده خیلی خوشحال میشم که هم دوستان رو از نزدیک زیارت کنم، هم عزیزانی که واقعا در فضای مجازی حضور دارند
مبادلات خیلی خوبی داریم. قطعا همه دوستان همینطور هستند. یعنی من واقعا پیامایی که دریافت میکنم هر وقت ناامید میشم، این پیام ها رو که میبینم دوباره امیدوار میشم. یعنی میبینم که این همه واقعا بذل توجه و بذل محبت وجود داره و امیدوارم که بشه بعد از این بحران کرونا که امیدوارم دیگه برنگرده، امیدوارم امکانش باشه که ما به تدریج برنامه‌های حضوری برگزار کنیم. چون از سال 98 تقریبا دیگه، یعنی من که خودم برنامه حضوری متاسفانه نداشتم تا الان. خب خیلی باز هم خیلی مشتاق هستم که این جلسات حضوری هم علاوه بر لایف ها انشالله شروع بشه و ادامه پیدا کنه. از همه عزیزان سپاسگزارم. من فعلا تریبون رو میسپارم به شما، عذرخواهی میکنم و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. سرتون سلام. خدا نگهدار. سلامت باشید. من یه نکته ای رو بگم. منو جام و می و مشروب الباقی اضافات هست. اگر هستی در تأخیر اضافات هست. حالا برای جام و می و مشروب سه تا عزیز هستن و الباقی برای من اضافات هست. ولی امیدوارم، من خیلی مهدی امید دارم به این مدلی که داریم پیش میبریم. البته دوستان دیگه هم هستن با ما همراه هستن، ولی خب منفرد دارم، بعضی همراه هستن بعضی. این نگاه واقع بینانه به بازار وقتی که شکل بگیره نتایج خودش رو میگذاره دیگه. حالا 2 سال 3 سال 5 سال دیگه شما با یک جامعه هم هستید که آقا همه کارشون سرمایه گذاری درست میشناسن، چند تا چیز خوب رو تجربه کردن، بولرانای خوب، نمیدونم بازار برای برمارکت وحشتناک، شاید ریسیشن، شاید سافلندینگ، خلاصه تجربه کردم و این مسیریه که به نظرم مدلی مسیر درستیه. دوست دارم همه همراه باشن، اصلا فارغ از همه چیز همه همراه باشن و سپورت کنن که این مسیر درسته. بریم سراغ ادامه بازار و واقعا یه نتیجه گیری کنیم قبل از این که دیگه لایف بکنم. ساعت هم باشه مدید تحتیل درسته یک ساعت بشه. من یه نکته رو فقط بگم این وسط. شاهین خیلی ممنونم از دادم ایجون، همچنین شما. به بچه هایی که با هم هستیم، ابوالفضل جان، شبنم خانم، ادمین هایی که روی پیج ما فعال هستن، هر از گاهی میگم که مثلا سوالاتی از جنس سوالات تخصصی بود که نمیتونستی پاسخ بدید، ارجاع بدید خودم پاسخ بدم. و شاهین از زمان برگزاری این لایف ها با جمعیتی مواجه هم که نمیرسم دیگه پاسخ بدم. یعنی واقعا انقدر سوالات زیاد میشه، بعضی ها رو میفهمم از سمت توه قشنگ. یعنی میگم این تو یه لایوی تو یه استوری یا میذاره خودت توضیح بدی، ولی به دور از شوخی قشنگ جنس صحبت ها، ماشاءالله به همه بچه ها، ماشاءالله به همشون، جنس صحبت ها، نظر ها، مخالفت ها، تکمیل کننده ها، مخالف و همه این مباحث جوریه که من واقعا نمیرسم دیگه پاسخ بدم همه رو. مثلا فکر میکنم روزی 10-15 تاست میتونم جواب بدم. گاهن علال خصوص مارکت مثلا یه تغییری میکنه که یه خبری یه چیزی میاد، انقدر این سوالات زیاد میشه و این نتایج این تلاش هاییه که صورت گرفته و ایشالله این ادامه پیدا بکنه. ماها صادقانه صحبت کنم با بچه دست تنهاییم، یه مقدار باید از سمت عزیزانی یاری صورت بگیره و خودشون ادامه دهنده باشن و ایشالله دست به دست بدیم که این فرهنگی بهتر جا بیفته. و مخلصم، همین عرض بنده همین بود. امیدوارم شما کم صحبت کردید. فرمتون بشم. من یه صحبتی که خیلی میشنوم، البته ربطی به موضوع بحثمون نداره، دوست دارم اینجا بگم، اینه که خیلی مهدی جان، شاهین جان، من سوال میشه که بچه ها سوالی میپرسن راجع به ترید کریپتو. من یه چیزی رو خدمت دوستانی که هستن بگم، فکر کنم نظر شاهین و مهدی هم همینه که واقعا کریپتو برای ترید زیاد مناسب نیست. کریپتو یه بازار جوون است برای سرمایه گذاری بیشتر و اون هم سرمایه گذاری ریسکی. من یه چیزی که تو مهدی میبینم و خیلی دوست دارم این مدلشو، مدل سرمایه گذاری واقعا به کریپتو نگاه میکنه و بیشتر برای ترید نیست. اگه دوستان تریدرن خب برن رو بازارهای دیگه، کامودیتی ها، خب شاخص ها یا مثلا توکنرس ها، رو اونها بیشتر ترید کنن. خیلی 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 ترید کریپتو سخته بچه ها، حتی برای افراد
پروفشنال سخت ترید کریپتو، چون این بازار بازارش جوونیه، مارکت کپ پایینی داره و حرکات شارپی زیادی داره و خطرناکه، داریاتون تو خطر قرار میگیره. در واقع شما اینجا بفرمایید صحبت. من صحبت ها فقط مهدی حالا صحبت کرد که من با اون نظر مهدی موافق هستم، یعنی راجع به اتفاقی که میکنه برای بیت کوین، چون که همه در نهایت منتظر اینم که ببینم قیمت ها چی میشه. و هم دو من یک کوشن باکس داشتم چند روز پیش و خواستم بپرسم که بچه ها الان بیت کوین دارن یا نه، حالا فارغ از اینکه کی خریدن. تقریبا مهدی جان نصف افراد هنوز نخرید و الان هم همه نگران هستن که قیمت هر کی، یعنی این دیگه واقعا ادامه دار باشه و هیچ فرصتی بهشون نده برای اینکه بتونن خریدی داشته باشن. یعنی همه از این موضوع نگران هستن و تنها جایی که میتونیم منتظرش باشیم که میتونه مثلا یک ریسکی رو به بازار تحمیل کنه برای اینکه یک فرصتی رو دوباره ایجاد کنه، توی همین اصلاحی که نهایتا به نظر من قیمتی، من با امیرم صحبت کردم، این تیکه حالا تقریبا هممون همگرا داریم صحبت، اینکه این اصلاح که شکل میگیره از همین جا میتونه باشه تا 32,000 تا به نظر من میتونه باشه. حالا من همش دارم فکر میکنم که چه درایوری میفته پشت این کاهش قیمته که این رو بیاره پایین، یعنی همش به ذهنم هست که چه، و همش رو دیتا میگیرم جلو تا دیتا آینده رو چک کنم ببینم چی باعث میشه که یه شوک باشه و یک ترسی رو ایجاد کنه که این اصلاح کنه، یا که اصلا شاید تبدیل به ریزش بشه و اصلا اینجا اتفاق نیفته، یا شاید چند ماه دیگه و بره به جلوتر و این حرکت ادامه داشته باشه و 35 هم رد بشه، اون سطح قبلی مقاومت و قبلی سطح خودی اینو واقعا الان نمیدونیم و باید صبور کنیم. ولی به نظر من از کوارت از اون لایو قبلی تا الان ریسک های رکود بیشتر شدن، ولی اقدامات کنترلیش هم بهتر شدن. یعنی من فکر نمی‌کردم واقعا فد این شکلی میاد پشت اینا در میاد و بالانس شیتشون رو اینجوری، یعنی اصلا تو هیچ وقت اصلا به ذهن من نرسید که آقا اینا بالانس شیتشون رو به این شکل میتونن دوباره برگردونن و حمایت کنن، و این نشون میده که احتماله که این اتفاق بیفته و از اونجا بیشتر تحمل کنیم خیلی کمه. چون مهدی جان شما کمک کن، فکر میکنم سوال خیلی عبرت شده باشه، اگه واقعا رکود رو اعلام کنن و اتفاق بیفته برای کریپتو به خصوص. فکر کنم معلومه برای کریپتو چی میشه. من واقعا من به نظرم بسته به این هست که چقدر از این کفا فاصله میگیره. به نظر ریسشون که اعلام بشه، اگر عطف به ماسوا قرار باشه بکنیم، در طی 16 بیزنس سایکل کاملی که گذشته، امیر ما سوالت ها حد زدیم و داریم راجعش صحبت کنیم، در طی 16 بیزنس سایکلی که در طی یک قرن گذشته ما پشت سر گذاشتیم، فقط یک بار بوده که پس از اعلام رکود مارکت ها کف نزدن در سایر مواقع. یعنی در 15 بیزنس سایکل دیگه زمانی که پایین‌تر از استرس لاین قرار می‌گیریم، تازه بعد از رکود کف مارکت صورت می‌گیره. در کدوم یکی از این 16 ادوار قبلی بیت کوینی وجود داشته؟ هیچ کدوم. پس اینجا فرمایش جناب پروفسور سعدبندی میشه، ریسک میشه، آن نون میشه. نمی‌دونیم چی میشه. میتونیم کل خرابی کریپتویمون رو داشته باشیم و بگیم این برای ریسشن ها ساخته شده، میتونیم نه. ولی حالا صادقانه من قبل از این حرفا شبیدی این بچهای دانشکده بازاری که ما با هم دیگه داریم خیلی رفاقت نزدیکی با هم داریم، من کارهایی که خودم میکنم رو همین شفاف و عشان شفافشون میگم و خیلی وقتا هم اشتباه میکنم طبیعتا. همین یه جوری صحبت تو برگشتی فرمودی که مارکت کریپتو برای ترید خوب نیست، که هولوش 15 ساعت مباحثی که من تدریس میکنم، این اصلا تعبیر خودم نیست، اصلا من راجع ماکرو لول تریدینگ صحبت میکنم و از اون روی کردی که خودم به بازار دارم. و این بعد از چیه؟ بعد از حدود 120 ساعت آموزشیه که بچه ها دیدن، تازه من میام راجع ماکرو لول تریدینگ صحبت میکنم. نه به خاطر اینکه ته ماجرا اونه، به خاطر اینکه خیلی افراد به چالش همون نقطه برمیخورن.
پس من یه ذره اینجا ترید رو درست در معنی میکنم امیر، و من میگم که آقا خب متدی که من دارم که برنامه سیاست گذاری پیش میره و توجه ویژه به سیاست گذاری پولی داره، این یک ماکرو لوله، به قول بچه بیگ پیکچر نگاه ماکروه، یه تریدیه که گاهن 3 ماه باید صبر بکنی برای یه نقطه ورودش، 7-8 ماه صبر بکنی برای اینکه به تیپی برسه، ولی خب آیا 2000-3000 پیپ در سال میده؟ 2000-3000 پیپ در سال میده، صبوری بکنه آدم میده. من خب فارکس کار میکنم، به پیپ صحبت کردم به خاطر اینکه یه ارزیابی داشته باشیم، در صد محور صحبت نکنم بگم که چه نوسانی رو میشه گرفت، و طبیعتا یه بخشی هم آدم میبازه، طبیعیه دیگه که میبازه. پس یه مقدار اینو اسکان میکنم که اون نگاه ماکرو لول رو ما میتونیم جایگزین بکنیم و ترید رو بهتر واسه خودمون معنی پیدا بکنیم. خب ببین دیگه ما یه سرقه داریم دیگه، و صادقانه من ترید اونجوری که کامیونیتی داره میگه، بهتر بگم اونجوری که اینستاگرام داره میگه، من به نظرم این ترید نیست، و من بعد از گذر کار با بیش از 150 تا سیستم میگم که خب اوکی این اسکاپ داره میکنه، دیت رید داره میکنه، ولی اون کسی هم که ماکرو لول داره ترید میکنه داره ترید میکنه. تو نمیتونی بری به برکشای هاتاوی بگی که شما تریدر نیستی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه داری ماکرو لول کار میکنی. نه خب نمیپذیره برکشای، این رو نمیپذیره طبیعت و خیلی جاهای دیگه اینو نمیپذیره. پس سخن کوتاه بکنم، حالا اینجا در خصوص اون ریسک ماکرو لول، اینجا هیچ دیدگاهی نمیتونه به آدم بده و میکرو لول هم نمیتونه بده، هیچ کدوم اینا ابزارهای کافی نیستن. این اون بلیت وقت آزمایی است تو مواجهه با اون رکوده، ممکنه بگیره ممکنه نگیره، ممکنه سنتیمنت بازار انقدر خوب باشه دم اونجا بخواد یه جور دیگه ای برخورد بکنه. قبلتر با هم دیگه صحبت میکردیم، من عرض کردم خدمتت که گفتم حرکت های کریپتو تو بازگشت یک حرکت های دارای ساپلای شاکه، با شوک عرضه همراهه تو بیت کوین، و به خاطر همینه که مثلا سطوح تکنیکالی هم تو این برگشته چندان اونقدر اهمیت نداره، در صورتی که خیلی باید اهمیت میداد به خاطر اون ساپلای شاکه، اصلا به خاطر اینکه حجم پول خیلی عظیمی داره وارد میشه. و تو و مرحله هم همینه امیر، من هیچ پاسخی برای اون ندارم، هیچ پاسخی صادقانه. سنتیمنت بازار خوب باشه پس از مواجهه با رکود بیت میتونه بهتر کنه، اما بر اساس واقعیات بخوایم عمل کنیم. متد چجوری میگیم که بچه‌های تکنیکال میگن که استراتژی چیه؟ به استراتژی پایبند باش. خب طبیعتا فاندامنتال دارم استراتژی دارم، شاهین مثلا بر اساس اکونومیک ایندیکیتورز عمل میکنه، فرضاً من بر مبنای پالیسی عمل میکنم، سیاست گذاری عمل میکنم، احتمالا متدای ما اونجا میگه که اوضاع خوب نیست. ولی خب اگر بخوایم متدامون رو نادیده بگیریم، یعنی داریم بر اساس سیستم دیگری معامله میکنیم. نه اون زمان اقتصاد نمیگه که برو رو اون ترید بکن طبیعت. احسن. خب من جوابمو گرفتم راجع به اون ترید ماکرویی هم که میگی، من شاید منظورم درست نرسوندم، اتفاقا کریپتو برای اون خیلی خوبه. یعنی خودش ما هم باید سوین بگیریم، ما هم باید یه جایی نوسان بگیریم، ولی گاهن ممکنه که تو یک فصل مثلا کلا 5 تا معامله باشه، 6 تا معامله باشه، ممکنه هم هست یه جایی مارکت گاوی باشه. همه جا ببخشید واسه صحبتت، روزانه باید درگیر باشی تو مارکت بولیش که خب طبیعتا روزانه درگیری، ولی مارکت بیرش خب دیگه اونقدی آدم زور نمیزنه که معامله ای رو باز کنه. خب شاهین نظر تو چیه تو مواجهه با رکود؟ نظر تو میخوام بدونم شاهین، نه اینکه چی میشه چی نمیشه، میدونم هیچ کاری نمیدونه چون واقعا نبوده بیت کوین توی این اوضاع. موضوع رو میگم بحثش اینا به هم خورد، امیدوارم که لایو هم تموم بشه. اول اینکه واقعا مشخص نیست، یعنی منم واقعا نمیدونم که تو اون شرایط چه سنتیمنتی شکل میگیره و چه نوع ریسکی شاید اضافه بشه یا کم بشه. فقط یک چیز رو میدونم و این رو امیدواری میدونم، ریسکش هم میگم، یعنی میدونم این خوبه و این بده. یکی این که تورم از نظر من، اینو 2-3 هفته روش کار کردم خیلی جدی، از نظر من تورم ما اینفلیشن داریم، دیفلیشن داریم، یکی هم داریم دیس اینفلیشن. الان ما در اصمان دیفلیشن هستیم، یعنی تورم مرتبا کات میشه میاد پایین. حالا کار ندارم، یه وقتی یه نوسان یه ماه بالا هم میزنه، من یه سری عدد در آوردم. ما یک CPI داریم، یک کور CPI داریم، یک کور CPI X شلتر داریم، یعنی هزینه مسکن از توش کم میشه. وقتی اینو نگاه کردم وقتی این 3.7 شلتر رو وقتی برمیداری میشه 3.7. چرا شلتر اینقدر روش کرد؟ دیدیم توی همین اول سال توی جنیوری اینو اومدن تعدیل کردن و شلتر رو یه جوری بزرگش کردن. بعد می
میداند که طی 3 ماه اگر یادتون باشه توی لایو قبل با دکتر با شما، حتی توی اون لایوی که من اولین لایو اون گفتم تو که شرطه مهمه، خدمات مهمه و من بر اساس دیتایی که مربوط به کسی هستن احتمال میدن که توی فوریه و مارچ شرطه هم نزولی بشه، ولی نشد. علتی که نشد اینا اومدن تعدیل زدن و این چیزی بود که ما فکرش رو نمی‌کردیم. اما فد میداند که این حد اکثر تا پایان کوارتر دوم حل میشه، یعنی اینو میدونن و موضوع تورم حل میشه و وقتی شرطه رو از توش برداری همین الان 3.7 هست و نیاز نیست اونقدر اقتصاد رو ریسکی کنن به خاطرش، یعنی با نرخ بهره ریسکیش کنن و این موضوع حل میشه. برای اولین بار اینفلیشن توی سرویس هم استاپ کرد، روی 7.6 استاپ شد و با توجه به تعدیلاتی هم که توی سکتورهای سرویس دارن میدن مثل مراقبت‌های پزشکی اینها اونا نزولی هستن، شلتر هم همراه بشه، ما سقوط توی اعداد تورمی رو میبینیم، نه کم شدن، یعنی سقوط اعداد تورمی رو. حالا اینها بذارید کنار اتفاقی که توی بازار اوراق داره میفته، یعنی میگه آقای فد کم کن اینترست ریت تو، این دوتا بذارید کنار ناچاری‌های فد برای سپورت کردن پولی اعتبارات و بذارید برای کنار این که داری نزدیک میشیم به هاوی، شاید کم باشه اثرگذاری، شاید همه اینها رو بذارید کنار هم، در نهایت میتونید بگیم که میتونید دیدگاه مثبتی رو داشته باشید. تنها ریسکی رو که برای بازار میبینیم فقط ریسیشنه، تنها حالتی هم که ریسیشن میتونه رخ بده حماقت‌های احتمالی همین فد یا اینکه ریسک‌های از خارج به این اقتصادهای بزرگ یورو و آمریکا وارد بشه و اونها رو توی ریسیشن بره. اینجوری نیست بچا فقط یه آمریکا ریسیشن. وقتی توی آمریکا 2007 وارد رکود شد تا سال 2010 رسید به اروپا، از 2010 تا 2014 و حتی رسید توی خاورمیانه، جایی که حتی کسایی که توی امارات بودن و فکر نمی کردن هم درگیر رکود شدن، یعنی اینجوری نیست که به این راحتی ازش بگیرید و اونها اینو نمیخوان و این توانایی را دارن کنترل کنن. بذاریم کنار اینها و یک دیدگاه شکلی مثل من داشته باشیم، فکر میکنم دستاوردهای خوبی رو میتونیم داشته باشیم تا 2 سال آینده. یک مدیریت ریسک هم برای پول داشته باشیم، من 40% خریدم دوست داشتم 10% بعدی رو هم بخرم، حقیقت خیلی استرس داشت دقیقاً خورده بود تو اوج همین ریسک‌های اعتباری و من شوک بودم این کارو نکردم، ولی اگر قیمت بیفته توی کارکشن احساس می‌کنم که باز از این فرصت هم استفاده کنم. عالی بود، عالی بود، مرسی، مرسی، پرفکت.